نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآن. في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز بجنات. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وفهم لنا إلا ما فهمتنا. در سوره های گذشته از سوره های فرقان، شعرا، موضوع توحید با دلائل مختلف عقلی، نقلی، وحی اثبات شد و در آخرین سوره گذشته، سوره قصص، ما این مطلب را خواندیم که به خاطر توحید بر موسی علیه السلام مصائبی آمد که موسی علیه السلام مردانه تحمل کردند، مصائب را برداشت کردند. حال در سوره عنکبوت می خوانیم که این مشکلات تنها بر موسی نیامد، بر شما مؤمنین، بر شما اهل حق و اهل توحید خواهد آمد. شما هم باید برداشت کنید، شما هم باید تحمل کنید. در سوره عنکبوت، در آغاز این سوره، الله تعالی همین مطلب را می‌فرماید که ای مؤمنان، ای اهل حق، ای اهل توحید، شما مپندارید که فقط این مشکلات بر موسی آمد، بر پیامبران و پیامبر آمد، بلکه بر همه این مشکلات آمده و بر شما هم میآید. لذا شما باید تحمل کنید. چنانچه الله تعالی میفرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، آیا مردم گمان کردند که رها کرده می شوند، یعنی یترکو به حال خود رها کرده می شوند به صرف اینکه، به محض اینکه بگویند آمنا، ان یقولوا آمنا، اینکه آمنا بگویند به حال خود رها کرده می شوند؟ استفهام انکاری هست، یعنی نه، رها کرده نمی شوند. آیا فکر کردن رها کرده می شوند و هم لا یفتنون و آنان به انواع مصائب گرفتار نمی شوند، در فتنه ها مبتلا نمی شوند؟ انواع مشکلات، انواع مصائب، انواع فتنه ها بر اونها هم خواهد آمد. ولقد فتنا الذين من قبلهم، الله می فرماید هم آنها ما آزمودیم، امتحان کردیم
آنانی را که قبل از اینها بودند، یعنی امتهای پیشین، امتهای گذشته. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین. حکمت این مصائب، حکمت این مشکلات اینه که فلیعلمن الله الذین صدقوا، الله تعالی معلوم میکند، منظور از علم الهی در این چنین مواقعی است علم ظهور است، یعنی ظاهر میکند، الله آشکار میکند کسانی را که صدقوا، در ادعایشان صادق هستند. صدقوا فی ماذا؟ پایین صدقوا بنویسید فی قولهم آمنا. آنانی که در آمنا گفتن چی؟ صادق هستند و در آمنا گفتن اونها راست هستند، اونها را الله معلوم میکند، مشخص میکند. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، البته حتما و حتما الله معلوم میکند کاذبین را، کسانی که دروغ گفتند. لذا الله تعالی مشکلات را می آورد تا صادقین را معلوم کند کاذبین را. کاذبین یعنی منافقین، یعنی اونایی که در قولهم آمنا دروغ گفتن. و بعضی اینجا اعتراض کردن که این سوره مکی هست، چطور ولیعلمن الکاذبین درباره منافقین صحبت شده، هنوز در مکه منافقی نبود. بعضی در جواب تکلف میکنن، میگویند که خب این آیه مدنی هست، ولی اینا تکلف، اینا چیزهایی است که لازم نیست. ببین، لازم نیست که این آیه مصداق این آیه فرد یا افراد خاصی باشد. یک مفهوم است، یک مطلب است. مطلقا الله تعالی میگه صادقین و کاذبین را الله مشخص میکند. خب در مدینه در آینده مثلا افرادی خواهند آمد میگوین به دروغ که آمنا، پس لازم نیست الان اون افراد وجود داشته باشند. پس مفهوم ایمان با اخلاص و ایمان با نفاق خود در مکه هم مشخص بود، در مکه هم این مسئله مطرح بود که بعضی خواهند گفت از ته دل و بعضی ها به ظاهر. پس حتما مطلبی که درباره اهل نفاق بیاید در مدینه وقوع بیفتد نخیر، این چیز لازم نیست. خب فلیعلمن الله الذین صدقوا، تفسیر معالم، تفسیر خازن نوشته، یعنی فلیظهرن الله الصادقین من الكاذبین. پس علم به معنی علم ظهور است، خدا میخواد صادقین از کاذبین را ظاهر بکند. خدا که علمش را دارد میخواد ظاهر بکند تا بقیه هم بداند که کدوم ها در قولهم آمنا صادق بودند و کدوم کاذب. علامه آلوسی رحمه الله نوشته انه تعالی یمتحنهم بمشاق التکالیف. ببینید مفهوم اصلی آیه این است که خدای عزوجل مؤمنان را امتحان می کند به وسیله مشاق تکالیف، یعنی مشقت های مختلف، تکالیف مختلف بر اونها میارد. تکالیف این تکلیف مکلف بودن، مثلا کالمهاجرت والمجاهدت و رفض الشهوات و وظائف الطاعات. مثلا دستور هجرت میده، دستور جهاد میده، دستور ترک شهوات میده، دستور انجام دادن طاعات و بندگی ها میده، و فنون المصائب فی الانفس والاموال، انواع مصیبت ها، انواع مشکلات در جانی مالی، اینها را الله تعالی بر انسان ها میارد. لیتمیز المخلص من المنافق، تا مشخص کند که مخلص کدومه، منافق کدومه. و همچنین و الراسخ فی الایمان من المتزلزل فیه،
اونی که در ایمان راسخ است، اون یکی کدوم هست و اونی که در ایمان تزلزل دارد. پس فیعامل کل بما یقتضیه و یجازیهم حسب و یجازیهم سبحانه و تعالی بحسب مراتبهم مراتب اعمالهم. خداوند هر یک را مشخص بکند با هر یکی طبق اونچه که می طلبد با برخورد کند، با اونها را جزا بده، پاداش نیک پاداش بد، به خوبان پاداش نیک، اونهایی که در امتحان ناکام شدن پاداش بد و غیره. پس حکمت این امتحانات این است. در حدیث شریف داریم، در روایت صحیح بخاری هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک روزی بر دیوار خانه کعبه نشسته بود قبل از هجرت، ایام مشکلات و ایام مصائب آن حضرت نشسته بود و بعضی از فقرا از صحابه‌ای که در شکنجه بودند، در مشکلات بودند، آمدن گفتند یا رسول الله این همه مصائب، این همه سختی‌ها، به درگاه خدای عزوجل شما دعا نمی کنید؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود که امت‌های گذشته بر اونها خیلی سختی ها آمد، حتی که در زمین حفر شد، در زمین چاله زده شد، اونها را در چاله گذاشتند و بعدا اونها را اره کردند و با به وسیله شانه های آهنین گوشت هایشون را تکه تکه کردند، ولی باز هم اونها از دین حق بر نگشتند. و سوگند به خدایی که شما می پرستید که این دین را الله عزوجل تکمیل می کند، این دین سراسر گیتی و سراسر جهان را در بر می گیرد، حتی که از صنعا تا حضرموت یک انسانی با امنیت و با آرامش کامل میره، هیچ کسی با او کار ندارد. اونجا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم این پیشگویی را هم فرمودن. پس آن حضرت فرمود که این سختی ها خواهد آمد، بنابراین الله می فرماید که مشکلات هست و مصائب هست، باید شما تحمل کنی، شما امت، شما ملت اسلامیه باید این مشکلات را تحمل کنید. همیشه باید از طرف دیگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ما تعلیم داده که ما از الله عافیت بخواهیم، نسأل الله العافیه، از الله عافیت بخواهیم، از الله روزهای سخت نخواهیم، جنگ نخواهیم، مشکلات نخواهیم. اما اگر خدای نکرده آمدند، باید تحمل بکنند اهل حق، باید اهل حق عقب نشینی نکنند از مسیر توحید، از مسیر ایمان، از مسیر حق، از مسیر قرآن و سنت. مطلب این آیات همین هست. خب تا اینجا ما خواندیم که مشکلات بر شما می آید، حال روی سخن به طرف کفار، اونهایی که بر شما مشکلات می آورند، اونهایی که ظلم می کنند، اونهایی که ستم می کنند، الله می فرماید اونا فکر نکنند که از عذاب ما نجات می یابند، اونا فکر نکنند که از پیش ما در میرند، نه، به حساب اونها هم خواهیم رسید. اونایی که مؤمنین را، اهل حق را شکنجه می دهند، اذیت می کنند، حال روی سخن با اونها هست. الله می فرماید ام حسب الذين يعملون السيئات، آیا می پندارند کسانی که سیئات می کنند، یعنی کفر شرک می کنند، معاصی می کنند. سیئات مدارک نشته الشرک والمعاصی، هم شرک را شامل میشه هم معاصی را. آنانی که معاصی مرتکب میشوند، آنها فکر نکنند که ان یسبقونا، این که از پیش ما سبقت میکنند، منظور در میرند، پیشی میگیرند، مخفی میشن، در برند، نخیر. سا ما یحکمون، بعد از آنچه که اونها قضاوت میکنند، اونها حکم میکنند. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت وهو السمیع العلیم. اما هر کسی که امید و اعتقاد به ملاقات الله داشته باشد، به دیدار رب داشته باشد، او بداند که فإن اجل الله لآت، اون اجل و مدت الهی که الله تعیین کرده او می آید، حتما فرا می رسد،
مؤمن به اونجا میرسد و هو السمیع العلیم، الله سمیع هست، مجاهده قولی شما را هم میشنود، العلیم علیم هست، مجاهده فعلی شما را هم میبیند. سختی هایی که شما میکشید چه قولی چه فعلی، همه را الله تعالی میشنود و میداند. خب اگر شما پس سختی میکشید، مشکلات تحمل میکنید، نفش هم به شما برمیگردد، سودش عائد شما میشه. و من جاهد فانما یجاهد لنفسه، هر کسی که مجاهده بکند یا جهاد بکند، او برای خودش، برای نفسش، یعنی نفعش به خودش هست. و الا الله، ان الله لغنی عن العالمین، الله از همه عالمیان مستغنی هست، بی‌نیاز هست. بس نفع مجاهده به شما برمیگردد. امام قرطبی نوشته ای من جاهد فی الدین و صبر على قتال الكفار، کسی که در دین مجاهده بکند، مشکلات کفار را تحمل کند و اعمال طاعات و در انجام طاعات هم صبر کند، فانما يسعى لنفسه اي ثواب ذلك كله له، او برای خودش میکند، همه این ثواب و همه این اجر برای خودش است. پس مجاهده به نفع خودش است. الله از همه عالمیان بی نیاز است. حال از اینجا بشارت، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم، آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، لنکفرن عنهم سیئاتهم، سیئات آنان را ما حتما کفاره میگردانیم. این دفع مذرت است، سیئات اونها یعنی جزاء سیئات دور میکنیم. ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، و اونها را جزا میدیم بهترین اونچه که عمل کردند، یعنی بهترین اعمالشان، پاداش اون اعمال، جزای نیکوی اون اعمال را الله تعالی میفرماید ما به اونها عطا میکنیم، به اونها عنایت میکنیم. و وصینا الانسان بوالديه حسنا، بعد از حقوق عباد الله تعالی، حقوق الله، الله تعالی متوجه میفرماید ما را به سوی حقوق العباد. الله میفرماید ما انسان را نسبت به والدینش هم وصیت کردیم که با اونها نیکی کند. اما چنان موضوع حق و موضوع دین و موضوع راه خدا مهم است که همین والدین، همین هایی که عزیز انسان هستند، اگر انسان را تلاش کردند که انسان شرک بکند با خدای عزوجل، انسان باید حرف اونها را گوش نکند. و ان جاهداک لتشرک بی، یعنی حق اینقدر مهم است، توحید اینقدر مهم است، ای موحد، ای مؤمن، اگر آنان تلاش کردند با تو، مجاهده کردند، لتشرک بی، تا که تو شریک بگیری به من، با من شریک بگیری دیگران را، ما لیس لک به علم، آن معبودانی که برای معبودیت اونها شما هیچ علمی نداری. اگر والدین کسی خدای نکرده مشرک بودند و از فرزند خواستند که به دین ما بیا، فلا تطعهما، آنان را اطاعت نکن، اندر اطاعت نکن. شما در آیه دیگه میخوانیم و صاحب هما فی الدنیا معروفا، در امور دنیا با اونها نیکی کن، اونها را خدمت کن، اما در باب دین پیرو حق باش، پیرو اونها نباش. الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، فقط و فقط بازگشت شما به سوی من خداست، من به شما خبر میدهم که شما چه عمل کردید. بعضی میگویند که این آیات، این آیه درباره حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه است، گرچه مطلب آیه عمومی هست، شامل هر که میشه، ولی یکی از مصادیق سعد میتونه باشه. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه وقتی که ایمان آورد،
مادرش متوجه شد، مطلع شد. مادرش گفت که سعد دین من را ترک کرده، لذا من خودکشی می کنم اگر سعد دین من را تا زمانی که به دینم بر نگردد. لذا سعد را خواست و گفت که تو این دین جدید را قبول کردی؟ سعد گفت بله من قبول کردم. گفت که باید برگردی، من مادرت هستم، به تو دستور میدم. گفت مادر من بر نمیگردم، این راهی که من انتخاب کردم این راه، راه حق است. مادر سعد، چون سعد از فرزندان کوچکتر مادر بود یا فرزند اصلی و خادم خاصش بود که با مادرش رابطه خاصی داشت، گاهی بین مادر و چند فرزند یکی از اون فرزندان دیگه رابطه خاصی با مادر می داره، اونی که بیشتر خدمتش میکنه، یا گاهی این فرزند بزرگتر میشه، گاهی فرزند کوچکتر است. لذا سعد با مادرش چنان رابطه عاطفی داشت و بر سعد هم سخت بود. مادرش سوگند خورد به لات و عزات، به بتهای خودش، که تا زمانی که تو بر نگردی من دهان به غذا و به آب نمیزنم. اعتصاب غذا کرد به اصطلاح و گفت که از سر آفتاب هم تو خونه نمیام. مادر سعد رفت به گرمی روی آفتاب نشست و چیزی نخورد. بر سعد رضی الله تعالی عنه بسیار سخت شد که مادر به این صورت داره عمل میکنه. مادر گفت یا من باید بمیرم یا اینکه تو باید برگردی به دین من. لذا سعد فکر کرد که چیکار بکنه. مادر رفت، دو روز ماند، دو روز هیچ نخورد، نه آب خورد، نه نان خورد، نه غذا خورد و سر آفتاب نشسته بود. آخر سعد رفت پیش مادرش، گفت مادر شما یک جان داری، اگه 100 جان داشته باشی و این 100 جان را همه را تلف بکنی، همه را از بین ببری که بخواهی من را منصرف بکنی، من از راه حق بر نمیگردم ولو که بمیری. یعنی به مادرش اطمینان داد. بعد از اینکه مادرش مایوس شد، دید که سعد چنان بر موضع خودش سخته، بعد از 2 روز آمد به خونه اش و چیزی خورد، دیگه ناامید شد، دید که از این خیری به عرض کنند گمان او و طبق عقیده او نیست. سعد عقب نشینی نمی کند. لذا الله تعالی این آیه را نازل فرمود. بعضی گفتند و بعضی گفتند که نه مطلق است، یکی از مصادیقش اونه. لذا الله می فرماید اگر اون پدر و مادر تلاش کردند تا به من شریک بگیری، هیچ وقت این کار را نکن. پس ببینید الان مناسبتش با گذشته هم معلوم شد که شما در راه الله و در راه توحید استقامت کنید ولو اینکه مثل امتهای گذشته بر شما اره بکشند، ولو اینکه عزیزترین کسان شما مثل پدر و مادر هم شما را مجبور کند، ولی شما اطاعت در باب توحید، در باب حق و مسیر حق از اونها اطاعت نکن. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین. بازم بشارت آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، قوه اعتقادی و قوه عملی، لندخلنهم في الصالحین، حتما ما آنها را در صالحین داخل میکنیم. ببین کسی که ایمان و عمل صالح داشته باشه خودش جز صالحین است. لندخلنهم في الصالحین یعنی چی؟ مفسرین گفتن یعنی در بهشت، در درجات صالحین، چون بهشت درجات متفاوتی دارد، یکی درجه عموم مؤمنین هست، یکی درجه صالحین هست. لذا در درجات صالحین در بهشت اونها را ما داخل میکنیم. و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله
جعل فتنة الناس كعذاب الله. اینجا الله تعالی زجر و توبیخ بیان می کند بر اونایی که ایمان نشان ایمان به زبان است، ایمان از ته قلب نیست، یا اینکه ضعیف الایمان هستند، با اندک مشکلی جا خالی می دهند، با اندک فشاری از مسیر حق بر می گردند. این آیات مصداق این آیات در زمان پرفتنه ما زیاد هست. این آیات به ما میگه که هر چند مشکلات باشد، هر چند اهل باطل روزمار اونها باشد، دور دور اونها باشد و همه امکانات و حرف اول را اونها بزنند، شما ذره ای از مسیر حق عقب نشینی نکنید. لذا الله می فرماید و من الناس من یقول آمنا بالله، بعضی از مردمانانی هستند که میگن ایمان به خدا آوردیم، فاذا اوذی فی الله، زمانی که آنها اذیت و آزار میشوند، شکنجه داده میشوند، فی الله در رابطه با الله، ای فی توحید الله، تفسیر مدارک، چون اختلاف توحید و شرک بود، در رابطه با توحید الهی آنها اذیت میشوند، جعل فتنه الناس كعذاب الله، آنها شکنجه مردم را مثل عذاب خدا میپندارند. یعنی اینکه چهار تا شلاق میزنند اونها را اگر آویزان میکنند و شکنجه میدهند، این را مثل عذاب خدا میداند، بر میگردد، در حالی که عذاب خدا چی کجا و این شکنجه انسان ها کجا، این زود تمام میشه. جعل فتنه الناس كعذاب الله، علامه آلوسی نوشته نزلوا ما يصيبهم من اذيتهم منزله عذابه تعالى، اون چی که بهشون میرسد از اذیت و آزار، این را به منزله عذاب خدا میدانند. فجزعوا من ذلك، زود از این چیکار میکنند، داد و فریاد میکنند، بی صبری میکنند، ولم يصبروا عليه، صبر نمیکنند، و اطاعوا الناس، مردم را اطاعت میکنند، و کفروا بالله تعالی، کفر میکنند. به عنوان مثال در بسیاری از بلاد اسلامی حکومت های کفر و اهل کفر میاند، گاهی غلبه پیدا میکنند. متاسفانه کسانی که ضعیف هستند، بعضی ها به خاطر شکنجه و ترس از شکنجه فورا با کفر همسو میشوند، همگام میشوند، و بعضی ها از این هم بدتر با کفر همگام میشوند به خاطر طمع. یعنی بعضی را تطمیع شکار میکند، بعضی را تهدید. الله میفرماید که اینایی که به خاطر تهدید و به خاطر شکنجه کفر برمیگردند، بر اینها این توبیخ است. اونی که اصلا چنین فشاری نیست، اما به خاطر پول، به خاطر امکانات، اون پس حالش چیه؟ نسبت به او الله چی میفرماید؟ لذا الله میفرماید ولئن جاء نصر من ربك، اگر نصرت یاری از جانب ربت بیاید، ليقولن انا كنا معكم، اون وقت به اهل حق و به اهل دین میگه ما با شما هستیم. یعنی منافقان عمل میکنند. اولیس الله باعلم بما في صدور العالمين، الله این ادعا را رد میکنه، اینکه شما میگویید که ما با شما هستیم، انا کننا معکم، در دین و عقیده ما با شما هستیم. الله میفرماید همین که من از سینه های شما، از ته دل شما میدانم، همین کافیه. آیا الله عالم تر نیست، بهتر نمیداند اون چی که در صدور عالمیان است؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، بازم حكمت مصائب. الله عز وجل حتما معلوم میکند. گفتیم علم اینجا به معنی چی است؟ ظهور. خدا که همه چیز را میداند، ولی به علم ظهور میرسانه، ظاهر میکند. البته حتما حتما الله ظاهر میکند آنانی را که آمنوا، ایمان آوردند.
وليعلمن المنافقين، حتما ظاهر میکند منافقین را، یعنی ما فی صدور هؤلاء من النفاق وما فی صدور المؤمنین من الاخلاص، مدارک، یعنی خداوند نفاق این منافقین را ظاهر میکند، اخلاص و ثبات مؤمنین را ظاهر میکند. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. یکی دیگر از صورت های تضلیل را الله بیان میفرماید، گمراه کردن. خب یک صورتش همون بود که در گذشته خواندیم که اونها با تهدید و با ارعاب و با وحشت یا با اذیت و آزار مؤمنین را سعی می کنند که به مسیر خود بکشند، به مسیر باطل ببرند. و یک صورت و یک نیرنگ دیگه می گویند که شما راه ما را بگیرید و ما خطاهای شما را، گناه شما را ما حمل می کنیم، یعنی هر چی گناه بود بگردن ما. بعضی وقتا کفر از این طریق هم وارد میشه، باطل از این طریق هم وارد میشه. الله عز و جل اینجا برای او زجر بیان می فرماید، سرزنش می کند او را، و این حربرا این الله تعالی برملا می کند. وقال الذين كفروا، کفار می گویند للذين آمنوا، به مؤمنان به مخلصان، اتبعوا سبیلنا، راه ما را پیروی کنید، ولنحمل خطاياكم. این ولنحمل لنحمل هست، امر هست، ولی امر به معنی خبر است، یعنی ما حمل می کنیم خطاهای شما را، گناه شما به گردن ما بادا، شما از راه ما پیروی کنید، شما بذارید مسیر شما را که مسیر شما مسیر خشونت است، مسیر تحجر است، مسیر تنگ نظری هست، چیزهایی که گفته می شود در عصر ما، راه شما راه تنگ نظری هست، لذا بیایید شما مثل ما سینه باز داشته باشید. الله می فرماید و ما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، آنان از خطاهای اینها و اشتباهات اینها هیچ چیزی حمل نمی کنند، انهم لکاذبون، اونا دروغ می گویند، اینا بار خودشون رب خودشون بر می دارند، اونا بار خودشون را خودشون. البته اونایی که در صدد گمراه کردن مردم هستند دو برابر بار بر می دارند، بار خودشون را و بار اینها را بر می دارند، به این معنی که دو تا جرم داره، یکی ضلال یکی اذلال. خودشان گمراه بودند، این بخشش و این گناهش فرق میکنه، دیگران را گمراه کردند، به خاطر اذلال و گمراه کردن دبل میشه، دو برابر میشه گناهش، نه اینکه گناه او را بر خود گرفته، بلکه گناه خود را که او را گمراه کرده، اما او که گمراه شده اون خودش بارش را برمی دارد. لذا الله می فرماید وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، حتما حتما حمل می کنند بارهای خودشان را و بارهای همراه با بارهای آنها. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، حتما حتما آنها سؤال می شوند در روز قیامت، اما کانو یفترون، از آنچه که افترا گفتند، از دروغ هایی که اونها سر هم کردند، یعنی اینها که گفتند که گناه شما به گردن ما چنان میکنیم، راه ما راه درست است، از همه این افتراءات و کذبات در روز قیامت باز خاص میشوند. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما. ما در این آیات خواندیم که سختی ها می آید ای مؤمنان، مشکلات می آید، مشکلات را تحمل کنید. الان الله تعالی نمونه و الگو بیان می کند، الگوی تمام مصائب و سختی ها سیدنا نوح علیه السلام. سبحان الله، پیامبران الهی چه مشکلاتی را تحمل کردند. مشکل دنیا، مصیبت دنیا مصیبت نیست، مشکل نیست، زود گذر است، تمام شدنی است.
اصل مصیبت خدا نیاره، مصیبت آخرت است که یک انسانی برای همیشه در جهنم بیفته، یک انسانی برای همیشه به عذاب و به گرفتاری آخرت گرفتار بشه. لذا اگر در دنیا واقعا مشکل مشکل بود، مصیبت مصیبت بود، الله تعالی بر پیامبران، اونم پیامبران اولو العزم، نمی آورد. چه روزهای سختی را گذراندند. ما امروز ناراحتیم که برای ما مشکلات است، از مشکلات اقتصادی می رنجیم، از مشکلات امنیتی ناراحتیم، از مشکلاتی که بر عالم اسلام هست، گرچه نسأل الله العافیه. اما ببینید که پیامبران اولو العزم الهی چه مصائبی را تحمل کردند. من جمله نوح علیه الصلاه و السلام، الله می فرماید ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، همانا ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما، در میان آنها ماند 1000 سال مگر 50 سال، یعنی 950 سال. سبحان الله، مدت کمی نیست. 10 قرن به گفتن آسان است، به زبان آسان است، اما وقتی که تصورش میکنیم یک انسانی 10 سال مریضی را تحمل میکند، 10 سال سختی میکشد، 10 سال دشمنی او را شکنجه میدهد، تو زندان قرار میگیرد، بعد از 10 سال تمام تعجب میکنند، سبحان الله چقدر این انسان سختی کشیده. میگویند تمام زندگیش با رنج بوده، تمام زندگیش با مشکلات بوده، اما پیامبر خدا را ببین که 950 سال خیلی واقعا سخته. 950 سال همه اش تبلیغ می کند، همه اش مایوس میشه، همه اش جواب منفی میشنود، همه اش دلش را میشکند. لذا الله می فرماید فلبث فیهم الف سنه، 1000 سال در میان آنان ماند، الا 50 عاما، منهای 50 سال یعنی 950 سال، فاخذهم الطوفان وهم ظالمون، نتیجه اناد، نتیجه زد. الله می فرماید طوفان آنها را گرفت، طوفان الهی در بر گرفت، در حالی که وهم ظالمون، آنان ظالم بودند. منظور از ظلم هر جا شما الان می خوانید مشرکون، بزرگترین ظلمشون شرک بود، ان الشرك لظلم عظیم. فانجیناه و اصحاب السفینه، این نتیجه انابت است، ثمره انابت و رجوع الله. فانجیناه و اصحاب السفینه و جعلناها آیه للعالمین، الله می فرماید ما نجات دادیم نوح را و اصحاب سفینه را، کسانی که در کشتی بودند، و جعلناها آیه للعالمین، و این را عبرتی برای عالمیان قرار دادیم. امروز هم طوفان نوح به عنوان یک عبرت و به عنوان یک موعظه مطرح است. بعد از نوح نمونه دیگر ابراهیم علیه السلام. ابراهیم چه سختی های تحمل کرد، سبحان الله. تو آتش افتاد، فرزند دلبند را به خاطر خدا و دستور خدا ذبح کرد، زن و فرزند را ترک کرد، هجرت کرد، همه این مشکلات به خاطر دین الله و مسیر حق بود. و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا، و ابراهیم زمانی که به قومش گفت اعبدوا الله، فقط و فقط الله را عبادت کنید، واتقوا از او بترسید، ولا تشركوا به شيئا، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، این برای شما بهتر است اگر بدانید. این یعنی چی؟ یعنی ترک شرک و عبادت خالص الله. مرجع ضمیر ذلك چیه؟ ترک شرک و عبادت خالص، این بهتر است اگر شما بدانید. چرا؟ چونکه انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا،
جز این نیست. آنهایی که شما عبادت میکنید به جز الله بغیر از الله بت اند و تخلقون افکا، شما درست میکنید دروغ، یعنی افک ایجاد میکنید، افترا درست میکنید، از خود میگید که این فرام مشکل، این برای فلان مصیبت خوبه، این معبود برای فرزند دادن مجرب است، این معبود برای رونق بازار تجربه شده. امروز هم مردم همین چیزها را درست میکنن، میگه هر کسی فلان جا رفت، فلان چاه رفت، فلان آستانه رفت، این نتیجه را میگیرد، فلان نتیجه گرفته، داستان های کتابات درست کرده تو مجلات، چه یاوگویی های خرافاتی به مردم میدند که مردم بر اساس اون عمل کنند. الله می فرماید و تخلقون افکا، از خود دروغ درست میکنید. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، آنانی که شما عبادت میکنید بغیر از الله، آنها مالک رزق نیستند، نمیتوانند به شما روزی بدن. فابتغوا عند الله الرزق، بطلبید نزد الله فقط رزق را. واعبدوه واشكروا له الیه ترجعون، فقط او را عبادت کنید، سپاسگزار او باشید، شاکر او باشید. چرا؟ چونکه الیه ترجعون، فقط و فقط به سوی او برگردانده میشوید، مالک نفع و ضرر شما اوست. و ان تکذبوا فقد کذب امم من قبلک من قبلکم. اینجا جمله معترضه هست، الله تعالی روی سخن را در میان داستان ابراهیم هست، هنوز سخن ابراهیم و تبلیغ ابراهیم ادامه دارد، اما به صورت جمله معترضه الله تعالی خطاب می کند به مخاطبین اولین قرآن، به مشرکان صدر اسلام، به قریش مکه، که اگر شما تکذیب می کنید این نبی مرا، امتهای گذشته پیشین مثل شما تکذیب کردند. فریضه پیغمبر فقط ابلاغ هست، پیام خدا را رساندن است، لذا شما ضرری به پیغمبر نمی رسانید، ضرر مال خودتونه. و ان تکذبوا فقد کذب امم من قبلکم، اگر شما تکذیب می کنید همانا تکذیب کردند امتها قبل از شما. و ما علی الرسول إلا البلاغ المبين، و بر رسول نیست مگر فقط و فقط رساندن آشکار، پیام خدا را آشکارا صاف و شفاف می رساند و بس. اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير. الله دلیل ذکر می فرماید بر اثبات توحید، آیا نمی بینند که چگونه الله تعالی از ابتدا مخلوق را پیدا کرد؟ ابتدا کی آفرید؟ خب اینها هم می دانند که الله آفرید. ثم یعیده، سپس خدا بر می گرداند همین مخلوق را، اعاده می کند، دوباره به وجود می آورد. ان ذلک علی الله یسیر، این مسئله بر خدا آسان است، خلق مجدد، اعاده مجدد. اما کسانی که نپذیرند، اونها باید عبرت بگیرند از اقوام دیگر، از عاقبتی که بر اقوام دیگر آمد. اولم یسیرو، ها قل سیرو فی الارض، به آنان بگو سیر کنید زمین، در زمین بگردید و استدلال کنید بر خالقیت الله. فانظروا كيف بدا الخلق، ببینید الله تعالی چگونه از ابتدا خلق کرده، چه خلائقی، چه کائناتی الله از ابتدا اونها را ایجاد کرد. یعنی غرض این سیر چی هست؟ انسان عجائب میبیند در این عالم، انسان دریاها را میبیند، کوها را میبیند، دشت و دمن را میبیند، و انسان دنیا را میبیند. لذا الله میفرماید اینها را همه را که ببینی، هر چی بری مخلوق الله به چشمت میخورد، هر چی ببینی قدرت الله میبینی.
از این قیاس کن که خدا، خدایی که قادر است این همه پیدا کند، من و شما که در اینجا زندگی میکنیم، خب دید ما محدود، همین اطراف خودمون را میبینیم. بریم بگردیم از این سر دنیا تا اون سر دنیا، ببینیم این عالم چقدر وسیع هست، چقدر این عالم بزرگ هست. وقتی که الله چنین عالم بزرگی را پیدا کرده، از اینجا قیاس و استدلال است، او میتواند دوباره انسان را پیدا بکند. لذا الله میفرماید ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، سپس الله ایجاد میکند نشأت آخرت، نشأت یعنی ایجاد کردن دوم، بار دوم، آخر. چونکه ان الله على كل شيء قدير، الله بر هر چیز قادر است. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، هر کسی را که خدا بخواهد عذاب میده، بر هر کسی که بخواهد رحم میکند. و الیه تقلبون، فقط و فقط به سوی او برگردانده میشوید. و این نکته را هم بدانید که نمیتوانید، اگر مجرم باشید نمیتوانید از عذاب خدا نجات بیابید، فرار کنید، در برید. و ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، نیستید شما عاجز کننده در زمین و نه در آسمان. خب این خدایانی که برای اونها شتر کشتیم چه؟ این خدایانی که برای اونها نظر و منت دادیم، اونها را فریاد زدیم، نفی شفاعت قهری. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، نیست برای شما بغیر از الله هیچ حامی و هیچ یاوری نصرت کنندهی. ولی که حامی شما باشد، از شما حمایت کند و شما را یاری کند در مقابل عذاب الله نیست. حال الله تعالی اینجا که فرمود یعذب من یشا و یرحب من یشا، مصداق یعذب را بیان می فرماید. اونایی که خدا عذاب میده کیا هستند؟ والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یئسوا من رحمت الله، اینها مصداق یعذب هستند. اونایی که الله عذاب میده کسانی هستن که کفرو به آیات الله، به آیات الهی کفر کردن، و بالخصوص و لقائه، ملاقات خدا. ببینی بعضی مردم هستن مشرکان، خدا را قبول دارن، آیات خدا را هم قبول دارن. مثلا از اونا بپرس که کی آسمان را پیدا کرده، میگه خدا. کی زمین را، کوه را، میگه خدا. در قرآن هم هست ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اما وقتی که درباره لقاء الله صحبت بشه که ما میمیریم و دوباره زنده میشیم، در محضر الله حاضر میشیم، این قبول ندارد. پس ولقاء بویژه اونهایی که منکر قیامت هستن، منکر ملاقات با الله هستن، اولئک یئسوا من رحمتی، اینها از رحمت من ناامیدند. و اولئک لهم عذاب علیم، این انسان ها برایشان عذاب دردناک است. الا ای حال، این در وسط جمله معترضه بود موعظه ابراهیم را خواندیم. بعضی گفتن اینا جز موعظه ابراهیم هستند، بعضی گفتن ادامه سخنرانی ابراهیم هست. خلاصه اینها یا جمله معترضه یا سخنرانی ابراهیم، از اینجا که تتمه داستان ابراهیم است. فما کان جواب قومی، وقتی که ابراهیم این وعظ بلیغ را ارشاد کرد، ابراهیم گفت وعبدوه واشکروا له، ای قوم فقط خدا را عبادت کنید، فقط شاکر خدا باشید. قوم چه پاسخی داد؟ الله می فرماید فما کان جواب قومه، جواب قوم در نهایت و در پایان نبود، الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، مگر گفتن بکشید این را یا بسوزانید ابراهیم را علیه الصلاه و السلام. چون که بر علیه بتان ما، خدایان ما، عقاید ما سخن میگوید. رب العالمین می فرماید فانجاه الله من النار، الله او را از آتش جهنم، از آتشی که اونها افروخته بودن نجات داد، از جهنمی که اونها به زعم خودشون درست کرده بودن.
الله به آتش گفت کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، خنک باش، جای سلامت و راحت بر ابراهیم باش. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، همانا در این نجات، در این معجزه ابراهیمی نشانات و دلائل هست برای قومی که ایمان بیاورند. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بینکم. ابراهیم علیه السلام به تبلیغ خودش ادامه داد، بعضی این را گفتن قبل از اینکه در آتش بیندازند، این موعظه قبل از آتش برمیگردد، بعضی میگن بعد از نار، بعد از جریان آتش ابراهیم گفت. ابراهیم چی گفت؟ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا، ای قوم جزی نیست که آنانی که گرفتی شما بغیر از الله، اوثانن انها بتند. بله اوثانن انها بتند، یا بعضی گفتن نه این اتخستم دوتا مفعول داره، اتخستم من دون الله آلهتن اوثانن، اینهایی که بغیر از الله به عنوان معبود گرفتی اینا بتند، اینا خدا نیستند. مودت بینکم فی الحیات الدنیا، این مودت مفعول لهو هست، ای للموده، اینا را شما به خاطر روابط و دوستی فی ما بینتان گرفتی. ببینید هر سنفی با هم دوست است، اهل توحید اهل حق با هم دوست، اهل شرک وجه اشتراکشون شرک است، با هم دوستند، لذا این به خاطر مودت بین شما در زندگی دنیا است، در زندگی دنیا با هم دوستید، محبت میکنید. اما ثم یوم القیامة یکفر بعضکم ببعض، سپس در روز قیامت بعضی تان بعضی دیگر را انکار میکنید، کفر میکنید، بر هم دیگر لعن و نفرین میفرستید. و یلعن بعضکم بعضا، بعضی از شما بعضی دیگر را نفرین میکند، لعنت میکند. و مأواکم النار، جایگاه شما همه در آتش است. و ما لکم من ناصرین، برای شما هیچ ناصری، هیچ کمک کننده ای نیست، نفی شما شفاعت قهری. لذا ابراهیم گفت که شما در دنیا با هم دوستی، با هم رابطه دارید، دست به یکی کردید، من شکنجه میدید، ولی در قیامت شما همین دوست ها هم دیگر را نفرین میکنید، چون میبینید که معاون هم دیگه بودید در راه شرک، از هم دیگه متنفر میشید، میبینید که هر یکی سبب گمراهی دیگری شدید، سبب تشویق دیگری در شرک و گمراهی شدید. خلاصه ابراهیم علیه السلام این تبلیغ را کرد، نتیجه این تبلیغ چی شد؟ فآمن له لوط، لوط به ایشون ایمان آورد. حضرت لوط علیه السلام، لوط ابن هاران که برادر ابراهیم بود، پدر لوط، و خود لوط قبلا هم خدمت شما عرض کردم پدرش فوت کرده بود، تحت تکفل و سرپرستی ابراهیم بود، بزرگ کرده ابراهیم بود، ابراهیم او را بزرگ کرده بود. لذا این پیغمبر، این عرض کنم که لوط علیه السلام اون زمان به پیغمبری نرسیده بود، این صحابی ابراهیم بود و پیرو ابراهیم بود، ابراهیم که هجرت کرد لوط هم با او هجرت کرد، لوط و ابراهیم و ساره که همسر ابراهیم، این سه نفر هجرت کردن. الله می فرماید فآمن له لوط، لوط به او ایمان آورد. و قال انی مهاجر الی ربی، ای قوم شما که ایمان نمی آورید، من هم شما را ترک می کنم، ربم دستور داده بروم، من هجرت می کنم الی ربی، یعنی الی حکم ربی، بسوی حکم ربم، هر جایی که رب دستور بده. انه هو العزیز الحکیم،
بدون شک اون ذات غالب هست و کارهایش با حکمت هست. واقعا کارهای الله با حکمت بود. ابراهیم علیه الصلاه و السلام که هجرت کرد، بعد از این هجرت دو مرکز که مرکز دین و مرکز توحید بودند برای همیشه احیا شدند. یکی از اون مرکزها مکه مکرمه هست. اونجا رفت در مسیر که الله عز و جل هاجر را بهش داد، پادشاهی که هاجر را هبه کرد و بخشید به ساره و ساره به ابراهیم داد و ابراهیم عقدش کرد و از هاجر اسماعیل متولد شد. در وادی لم یزرع مکه اونها را گذاشت و اون سبب چشمه دین شد، سبب آبادی شد، آخر همون مکه ام القرا شد و امروز قلب تمام دنیای اسلام است. و بعد از مکه هجرت کرد، رفت به طرف شام، چون ابراهیم علیه السلام از عراق بود، از بابل عراق بود، لذا به طرف شام رفت. شام که رفت، اونجا حضرت ساره را به شام برد، یک همسرش در مکه، یکی در شام. شام محبت انبیا شد، چون که از ساره بعدن الله اسحاق را داد و از اسحاق یعقوب و از یعقوب یوسف، همه پیامبران الهی از اون نسل. لذا الله تعالی اونجا را هم آباد کرد، بیت المقدس اونجا درست شد بعدن توسط انبیاء، حضرت سلیمان علیه السلام، این همه از نسل ابراهیم هستن. هزاران نبی اونجا مبعوث شد در اون ارضی که بارکنا حوله، اطراف تمام برکات بود، تمام آبادی بود. لذا الله تعالی به برکت این هجرت، ببین، دنیا را آباد کرد. امروز در دنیا هر چی که مذاهب هستند، مذاهب دینی آسمانی، چه اسلام، چه یهودیت، چه مسیحیت، چه بقیه مذاهب، همه به یکی از این دو جا مرتبطند. پیغمبرشون اونجا بوده. لذا الله می فرماید که انه هو العزیز الحکیم، الله بر کارش غالب است و در کارهای الهی حکمت وجود دارد. و وهبنا له اسحاق و یعقوب، ما به ابراهیم بخشیدیم این انعامات و احسانات رب بعد از هجرت. انسان که برای دین خدا این تجربه هست و از مطالعه قرآن این معلوم میشه، انسانی که برای دین خدا سختی میکشد در همین دنیا جایزه خودش را دریافت میکند، فقط در آخرت الله بده؟ نه، در همین دنیا الله میده. خیلی از پیامبران در همین دنیا بعد از سختی ها جایزه گرفتن. و وهبنا له اسحاق و یعقوب، ما هبه کردیم، بخشیدیم به او اسحاق و یعقوب را. و جعلنا فی ذریته النبوة والکتاب، این انعام اول، فرزندانی که نور چشم بودند و روشنی چشم بودند مثل اسحاق و یعقوب بهش دادیم. و انعام دوم، و جعلنا فی ذریته النبوة، ما در اولاد ابراهیم و در نسل ابراهیم نبوت را گذاشتیم. و الکتاب، و همچنین کتاب ها را، همه دستورات الهی، شریعت ها در نسل ابراهیم بود. و آتیناه اجره فی الدنیا، این انعام سوم، پاداش سوم، اجرش را، پاداشش را در دنیا دادیم. در دنیا چه اجری هست؟ منظور مال و ثروت نیست، مال و ثروت اجر نیست، بلکه منظور قرب خدای عزوجل است. در دنیا تا روزی که زنده بود مقربترین بنده الله، خلیل الله بود، و در آخرت
وإنه في الآخرة لمن الصالحين. او در آخرت الصالحین است. الصالحین بنده قبلا خدمت شما عرض کردم که در میان انبیاء صالحین و صالح بودن باز درجات دیگری دارد. صالحین همونطور که در میان ما مؤمنین بعضی از ما مؤمن عامه هستیم، بعضی جز صالحین هستند، در میان انبیاء اون تفاوت بین انبیاء جداگانه است. یک درجه صالحین هست که بعضی از انبیاء را در سوره انبیاء می خوانیم، الله تعالی می فرما همه اینها از صالحین بودند. یک درجه صلاح که چه ویژگی هایی دارند الله بهتر می داند در انبیاء است. یکی از اونها است ابراهیم علیه الصلاه و السلام. علی ای حال، بعد از ابراهیم نه، در همان زمان ابراهیم لوط علیه الصلاه و السلام را هم الله تعالی به طرف صدوم، که صدوم هم نزدیک شام بود، الله تعالی مبعوث کرد. و لوطا اذ قال لقومه، زمانی که به قومش گفت، اون قومی که در میان اونها زندگی کرد و زنم از اونها گرفت، انکم لتأتون الفاحشه، ای قوم شما مرتکب فواحش می شوید، چنان فاحشه ای که ما سبقکم بها من احد من العالمین، سبقت نکرده از شما بها یعنی به اون فاحشه، من احد من العالمین، هیچ یکی از عالمین یعنی قبل از شما این کار را هیچ که انجام نداده، این کار بی حیایی را که شما دارید. اون چیه؟ اینکم لتأتون الرجال، این بیان فاحشه هست. اینکم لتأتون الرجال، آیا شما پیش مردان می آیید؟ منظور همجنس بازی، همجنس گرایی، مرد تمایل به طرف مرد داشته باشه. قبل از این قوم هیچ کسی از انسانها، و قبلا خدمت شما عرض کردم حتی از حیوانات، از حیوانات هم این را نداشته، بلا نسبت گاهی شاید حیوانات را دیدید که یک حیوان نر وقتی که دنبال ماده میگردد اشتباهی به طرف حیوان نر میره، از پشت بویش میکنه، وقتی که احساس میکنه که این مثل من هست، مذکر هست، نره، ترکش میکنه. حیوانات هم به این مرض و به این بلا گرفتار نشدن، اما متاسفانه انسان ها وقتی که فطرت بشری و فطرت انسانی را از دست میدهند، میبینیم که تمایل به جنس دارند، هم جنس باز میشوند. و مصیبت بزرگتر این که امروز این انسان های بدبخت و بدفطرت، اینهایی که فطرت بشری را و فطرت انسانی را گم کردند، از دست دادند، امروز در دنیا به دنبال مشروعیتند، به دنبال رسمیتند. خیلی از هم جنس بازان هستند که فعالیت دارند تو دنیا که اونها را به رسمیت بشناسند، حکومت ها به مسائل اونها و غریزه های ناپاک اونها به عنوان یک قانون توجه کنند و تصویب کنند. خیلی از کشورها متاسفانه در مقابل اینها پایین آمدند. اینها میخواند که در دنیا ثبت بشه که مرد بتونه با مرد ازدواج کنه، دو مرد بتونن با هم دیگه جفت بشند. این از آثار شوم این قوم هست، قوم حضرت لوط علیه الصلاه و السلام. لذا لوط به اونها گفت که اینکم لتأتون الرجال، آیا شما پیش مردان میایید؟ و تقطعون السبیل، تقطعون السبیل راه را قطع میکنید به چه معنا؟ این دو تفسیر براش کردن، یکی تقطعون السبیل به معنی قطع طریق، راهزن، قطع طریق، شما راه را میبندید، مردم که میآیند همه
مال و منال مردم را به غارت میبرید. بعضی گفتن تقطعون السبیل به این معنی است، رازن هستید، دزد هستید، گردن بگیر هستید. معمولا این نوع انسان ها وقتی که فطرت خودشون را از دست میدند، فطرت بشری را جنایت های بزرگ دیگر را هم میکنند، گردن بگیری میکنند، دزدی میکنند، مردم میکشند. پس یک تفسیر تقطعون السبیل این هست و بعضی گفتن نه، تقطعون السبیل راه بندانی به همین منظور بود، یعنی می رفتن سر راه ها می نشستند. بلا نسبت وقتی که یک مردی، یک بچه بدون ریش امرد، وقتی که رد می شد فورا او را می گرفتند و کار بد باش می کردند. پس بعضی گفتن تقطعون السبیل به این معنی است. الامن اسفی هر دو را نوشته تقطعون السبیل بالقتل و اخذ المال، راهبندانی میکنید یعنی مردم را میکشید، مالشون را میگیرید، کما هو عمل قطاع الطریق. و بعضی گفتن نه، وقیل اعتراضهم الصابل بالفاحشه، اینها سر راه مزاحم مردم میشدند که هر کسی را گیر میآوردند و با او عمل بد انجام میدادند. و تأتون فی نادیکم المنکر، در جلساتتون کارهای بیهیایی را علنی انجام میدید. انسان وقتی که فطرتش خراب باشد، انسان وقتی که فاسد بشه، خب کار منکر انجام میده، اما خیلی که فطرتش مسخ بشه علنی انجام میده. در جلسات هم دیگر بعضی حداقل ذره از حیا هنوز هست که میرن مخفیانه انجام میدند، اما بعضی ها نه، ابایی ندارند، باکی نیست، علنی. امروز در اروپا همین بدبختی هست که حضرت لوط علیه السلام می فرماید، یعنی منکرات، فواحش در خانه هایی، در مراکزی علنی انجام می گیرد، جلوی هم دیگه، جلوی هم دیگه مثل لخت مادرزاد هستند، هیچ از هم دیگه خجالت هم نمی کشند. انسان وقتی که فطرتش خیلی پست باشد، خیلی خراب بشه، لذا این چنین میشه. حضرت لوط علیه السلام مفاسد و اشکالات را داره برمی شمارد، می فرماید و تأتون فی نادیکم المنکر، در جلساتتون منکر انجام میدید، نه اینکه بعضی ها مخفیانه انجام میدن، نه، حیا کلن از بین رفته. اما قوم چه جوابی داشت؟ فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله، اناد قوم. قوم پاسخی نداشت، جوابی نداشت، مگر گفتند ائتنا بعذاب الله، عذاب خدا را بیار، ان كنت من الصادقين، راست میگی، پیغمبر خدا هستی، بیار عذاب. آخر سیدنا لوط علیه الصلاه والسلام مجبور شد پیش الله عز و جل مناجات کرد، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، بار اله مرا یاری کن بر این قوم مفسد، اینایی که اعتقادا و عملا به فساد گرفتار شدند. بعدن که عذاب آمد، تفصیل عذاب را ما در هم سوره هود خواندیم، هم سوره های دیگر، اینجا هم به صورت خلاصه تر می خوانیم. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى، زمانی که پیامبران ما، فرستاده شدگان ما، یعنی فرشته ها آمدن پیش ابراهیم به همراه با بشارت، مژده برای ابراهیم هم داشتن، مژده ولادت سیدنا اسحاق علیه الصلاه و السلام. بعد از اون مژده به ابراهیم خبر دادن، قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه، ما میخواهیم هلاک کنیم اهل این قریه را، یعنی قریه صدوم را، روستاهای صدوم را. چرا؟ ان اهلها کانوا ظالمین، این تعلیلیه هست، علت اینه که اهلش ظالم هستند، ظالم هستند، اینا ظلم میکنند، ستم میکنند بر خود، بر دیگران. قال ان فیها لوطا، ابراهیم گفت لوط در میان اون هست، اون چی کار میکنید؟ خب در آیات دیگه شما به تفسیر خواندی که ابراهیم بحث کرد با اونها،
ان ابراهیم لأواه حلیم، گفت یک مهلت دیگه، شما فعلا عذاب ندید، شاید توبه بکنند. ولی اونا گفتن نه، فیصله شده، چیزی که خدا فیصله بکنه هیچ کس جلویش را نمیتونه بگیره. قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها، ما بهتر میدانیم چه کسی در اون روستا هست. لننجینه و اهله، حتما او را نجات میدیم، و اهل و ایالش را الا امرأته، مگر همسرش. کانت من الغابرین، از غابرین هست، از اونهایی که بازماندگان به اصطلاح، اونجا که باید بماند، چون اهل شرک بود، اهل نفاق بود. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم، زمانی که فرستادگان ما پیش لوط آمدند، سیء بهم یعنی حزین شد به وسیله اونها، غمگین شد به خاطر اونها. قبلا ما به تفسیر خواندیم، این پیامبران الهی غیب نمی دونستند، خبر نداشتن اینها فرستادگان رب هستند. این اجابت دعای من است که گفتم رب انصرنی علی القوم المفسدین، خدا پاسخ داده، فرشتگان را این شکلی فرستاده. فکر میکنه مهمان هستند، مهمانهای زیبا رو، الان از این قوم مفسد، از دست قوم مفسد چیکار کنم؟ به این خاطر غمگین شد. اگر ذره غیب میدانست پیامبر خدا ناراحت نمیشد. سی ابهم حزن به سبب هم، جلاله گفته به سبب اونها چی شد؟ غمگین و حزین. و ضاق بهم درعن، از نظر قلب، از نظر سینه، سینهش تنگ شد، یعنی دلش گرفت، دلگیر شد. گاهی انسان وقتی که غمی، پریشانی برش بیاد، دلگیر میشه، احساس تنگی نفس حتی میکند. اما فرشتگان که بعد از این که متوجه شدند، وقالوا لا تخف ولا تحزن، ای ابراهیم نترس و غم نکن، انا منجوک و اهلک، ما تو را نجات میدیم، اهل و عیالت را نجات میدیم، الا امرأتک کانت من الغابرین، مگر زنت که اون زنت هست از غابرین، از بازماندگان، کسانی که باید اینجا بمانند. انا منزلون على اهل هذه القريه، همانا ما فرود می آوریم، ما نازل می کنیم بر اهل این قریه، رجزا من السماء، عذابی از آسمان، الله به ما دستور داده، بما كانوا يفسقون، این علت عذاب است، دلیل عذاب، به سبب فسقشان، به سبب خروج عن الطاعت، خروج عن الدين، الفسق اي الخروج، الخروج عن الطاعة، الخروج عن الدين، الخروج عن الإيمان. فسق بمعنى عام هست، شرك را هم شامل میشه، كفر را هم شامل میشه، معصية گناه را هم شامل میشه. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلوا، ما از اون قوم نشانی واضحی گذاشتیم برای قومی که تعقل داشته باشن، یعنی مستفیدین، کسانی که از عقل و خرد کار بگیرند و از اون آثار بازمانده درس بگیرند. آیتم بینتن چی هست؟ قبلا این بحثم آمده، بعضی میگن همون روستاهای سرنگون شده و ویران شده که به جا ماند، بعضی گفتن اون سنگهایی که الله عزوجل اون سنگها را بر اونها از آسمان نازل کرد و باراند، و اون سنگها اصلا با سنگهای اون منطقه هیچ نمیخورن، فقط همون محدود هست. بعضی گفتن اون آب سیاهی که متعفن بود در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم، وقتی که به تبوک رفتند هم مشاهده کردند. و میشه همه اینها را جز آیتا بینه قرار داد. خب این خلاصه قوم نوح بود، داستان قوم نوح بود و قوم شعیب. همه را اون چه که شما به تفصیل در سوره هود خواندید و سوره اعراف خواندید، اینجا الله عزوجل به صورت خلاصه ذکر می فرماید. آخر یک نتیجه گیری بسیار جالب. و الی مدین اخاهم شعیبا،
به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. فقال یا قوم اعبد الله، اول انقلاب اعتقادی میخواد ایجاد کنه پیامبر خدا، ای قوم من اعبد الله، فقط و فقط الله را پرستش بکنید، وارجو اليوم الاخر و بترسید از روز آخر، وارجو امیدوار بودن است، رجا به معنی امیدوار، اما اینجا به معنی چی هست؟ خوف است، چون که تنها رجا کافی نیست، کسی که مبتلا به شرک است او باید بترسد. از سیاق فهمیده میشه علامه خازن نوشته وارجو اليوم الاخر، ای اخشو اليوم الاخر و خافو، از روز آخرت بترسید و خشیت داشته باشه. اما در دیگه جاهایی ما خواندیم که یرجون به معنی یعتقدون، وارجو اليوم الاخر یعنی اعتقاد داشته باشید، باور داشته باشید، یقین کنید که روز آخری هست، روز قیامتی هست. ولا تعثوا في الارض مفسدين، این انقلاب عملی است. اول انقلاب اعتقادی، اعتقاد به دو چیز، یکی مبدأ یکی معاد. اعبد الله مبدأ هست توحید، وارج اليوم الاخر معاد هست. ولا تعثوا في الارض مفسدين، این انقلاب عملی هست. اعمالتون را هم تجدید نظر کنید، در زمین فساد کنان نگردید، در حالت فساد در زمین شما نگردید، که فساد زمین چیه؟ تضییع حقوق الله و حقوق العباد. اینا هر دو را داشتند، هم شرک میکردند هم در بازارها خیانت میکردند. خواندیم که در کیل و وزن چه خیانت هایی میکردند. اما الله میفرماید فکذبو، حضرت شعیب را تکذیب کردند، فاخذتهم الرجفه، رجفه اونها را گرفت یعنی زلزله. چون ما در جاهای دیگه صیحه خواندیم، خب بعضی گفتن صیحه جداگانه بود، رجفه جداگانه بود، از زمین و آسمان الله عذاب آورد، همانطور که برای اقوام دیگه آورد، مثلا برای قوم نوح از زمین هم آب فوار زد و فارت تنور، از آسمان هم باران شروع شد، برای بسیاری از اقوام از پایین زلزله شد، رجفه به معنی زلزله، از بالا صدای مهیبه که جگرهای اونها را پاره کرد، که بعضی می گفتند، بعضی گفتند صیحه جبرئیل بود. پس بعضی رجفه را به اون معنا کرد، بعضی گفتند نه یکی است، رجفه هم همون صیحه هست. الرجفه از زلزله شدیده، این یک قول، او صیحه جبرئیل، همون صیحه جبرئیل رجفه هم هست. چطور رجفه هست؟ رجفه ما خوندیم یعنی زلزله، لأن القلوب رجفت بها، چون دلها تکان خورد، زلزله درونی ایجاد شد، لرزاند اونها را. پس همون صیحه و رجفه بر اساس قول دوم، این تفسیر مدارک بود که می گفت اینا، بر اساس قول دوم مدارک هر دو یکی هستند. بله، فاصبحوا فی دارهم جاثمین، سبحان الله، همه در خانه هایشان به زانو افتادند. بعضی گفتن جاثم یعنی به دهن افتادن، انسان را وقتی الله ذلیل بکنه دهنش تو خاک میره. و عاد و ثمود، داستان های دیگری که شما خواندید، و عاد و ثمود و همچنین قوم عاد و قوم ثمود، و قد تبین لكم من مساکنهم، برای شما مساکنشان واضح است، روشن است، کجا زندگی می کردند، چی شد با اونها. قوم عاد و قوم ثمود، عاد اولا و عاد اخرى، این دوتا معمولا داستانشون در میان عرب ها معروف بود، قبل از اسلام با هم دیگه می گفت، چون که اینها از سرزمین حجاز نزدیک بودند، عاد و ثمود. و زین لهم الشیطان و اعمالهم، علت گمراهی، علت عذاب اینکه گمراه شدن، چون که شیطان اعمالشون را برایشون مزین کرد، اعمال مشرکانه، شرک میکردن، فکر میکردن ما کار خوب میکنیم،
کار نیک میکنیم، عبادت میکنیم، خدا را خوشنود میکنیم، خدایان راضی میشن، سفارش ما میکنن، شیطان فریب میداد. و زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان برای آنان اعمالشان را مزین کرد. فصدهم عن السبیل، آنان را باز داشت از راه توحید. و کانوا مستبصرین، آنها میدیدن همه چیز را، همه چیز را میدانستن، متوجه بودند، ولی الله عز و جل می فرماید شیطان اونها را فریب داد. غیر از اینها داستان اینها، و قارون و فرعون و هامان، همچنین قارون، فرعون، هامان، تمام این سرکش ها، متمرد ها. ولقد جاءهم موسى بالبينات، موسى با بینات، با دلائل و با معجزات آمد. فاستكبروا في الارض، آنان در زمین تکبر کردند. و ما كانوا سابقین، سابقین نبودند. سابقین قبلا خواندیم که در برند، پیشی بگیرند، سبقت بگیرند، از عذاب خدا فرار کنند و خدا را مسبوق بگذارند، اونا سابق بشند. نه، همه گرفتار شدند، همه و همه اینها. الله می فرماید این همون نتیجه هست که این نتیجه واقعا تکان دهنده هست. فکلن اخذنا بذنبه، همه این اقوام، همه این ملت ها را ما مؤاخذه کردیم به سبب گناهانشان، به سبب معاصیشان. چه گناهی داشتن، چه عذابی. فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا، بعضی از اونها بود که ما فرستادیم بر آنها حاصب، سنگ بارانشون کردیم. حاصب سنگریزه ها را میگن، بادها و طوفانهای شن اصل حاصب هست، ولی خب اینجا منظور اینه که سنگباران شدند اونها. و منهم من اخذته الصیحه، بعضی از اونها اونهایی بودن که ها این من ارسلنا علی حاصبا با این اسم نیست، یعنی قوم لوط. و منهم من اخذته الصیحه، بعضی اونها بودن که صیحه اونها را در بر گرفت، صیحه جبرئیل، فریاد جبرئیل، جیغ جگر پاره کننده جبرائیل، و یعنی قوم سمود بنویسیم. و منهم من خسفنا به الارض، بعضی از اینها آنهایی بودن که اونها را در ته زمین فرو بردیم، خسف کردیم، مثل قارون. و منهم من اغرقنا، بعضی از اینها اونهایی بودن که ما آنها را غرق کردیم، در دریا غرق کردیم، به وسیله آب غرق کردیم، مثل فرعونو هامان. اما همه و همه را الله در آخر یک جمله می فرماید، و ما کان الله لیظلمهم، الله بر آنان ظلم نکرد، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، اما آنان خودشان بر خود ظلم کردند، بر نفسشان ظلم کردند. یظلمون بالاشراک، با انواع شرک ظلم کردند. بله، این عبرت هایی هست که از اقوام گذشته بود، همه و همه به خاطر شرک بود، به خاطر غیر الله پرستی بود. الله عز و جل چون که این نمونه ها را آورده بود که مردم از شرک دست بکشند، مشرکین از شرک فرار بکنند، حال موضوع شرک را الله تعالی در قالب مثالی که این بخش دوم سوره هم از اینجا شروع میشه، در قالب مثالی تفهیم میکند. الله میفرماید مثال کسانی که غیر از خدا دیگران را ولی گرفتند، حامی گرفتند، کارساز و مشکل کشا گرفتند، مثال اینها مثل عنکبوت است. ببین عنکبوت برای خودش خانه درست میکنه از تار، از تارهای عنکبوت که خودش تولید می کند. آیا به این خانه اعتمادی هست؟ این خانه می تونه اولا او را از گرمی و سردی حفاظت کنه؟ هرگز نه. این خانه می تونه جلوی بادها و طوفانها را بگیره؟ نه خیر. جلوی اندک خراشی که کسی با چوب بزنه تمام این خانه عنکبوت و ساختمان عنکبوت به هم می ریزد.
لذا این خانه خانه نیست که بهش اعتماد کن. لذا این مسیر که مسیر شرک باشد، مسیر غیر الله پرستی باشد، از نظر سستی، از نظر عدم اعتماد، از نظر خطر، همه خونه عنکبوت است. لذا هر عذابی، هر آفتی بیاد میاد، کاری نمی کنی، عملی نداری که جلویش را بگیرد، شرک داری که برعکس مورد خشم خدا واقع شدی. لذا الله می فرماید مثل الذین اتخذوا من دون الله، مثال آنانی که گرفتن غیر از الله اولیاء، دیگران را کارساز، دیگران را حامی، که مثل العنکبوت، مثالشان مثل عنکبوت است، اتخذت بیتن که عنکبوت برای خودش خانه درست کرده، و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، همانا ضعیفترین خانه خانه عنکبوت است، لو کانو یعلمون، کاش میدانستن اینها، کاش میدانستن که خانه ای که اینها برای خودشون درست کردن، حصن و قلعه ای که اینها برای خودشون درست کردن برای حفاظت خودشون، فکر میکنه خدایان ما را حفاظت میکنن، مال ما را، اولاد ما را، جان ما را، این حفاظ مثل همون عنکبوت است. ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، الله میداند آن چیز، آنهایی که اینها میخوانند غیر از الله، من شيء هر چی باشد، الله میداند اینها چی را میخوانند، کسانی را، چیزهایی را که هیچ استحقاق الوهیت و ارزش خدایی ندارند. و هو العزیز الحکیم، بدون شک الله غالب هست و کارهای الله با حکمت است، دستوراتش هم مملو از حکمت است. و این مثال هایی که الله بیان می فرماید، و تلک الامثال و نضربها للناس، این مثال هایی که ما بیان می کنیم، می زنیم، یعنی بیان می کنیم برای مردم، و ما یعقلها الا العالمون، اینها را درک نمی کند مگر عالمون، اونایی که اهل علم باشه، اونایی که اهل خرد و اهل دانش باشه. خلق الله السماوات والارض بالحق، این دلیل توحید عقلی هست، الله آفرید آسمان ها و زمین را بالحق، ایل اظهار الحق، حق را نشان بده به جهانیان که حق منم، معبود منم و مرا فقط عبادت کنید. ان فی ذلک لآیة للمؤمنین، همان در این آیه و نشانی هست برای مؤمنین اهل ایمان، ای مستفیدین من الآیه. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بعد ذلك مثال رادر پایان درس گذشته و آیات گذشته خواندیم درباره بطلان معبودان، معبودان باطله. حال الله عز و جل دلیل وحی بیان می فرماید، دلیل وحی که اینکه شما وحی الهی را برای مردم بیان بکنید، تلاوت کنید، بازگو کنید. اتلو ما اوحی الیک، این امر، امر برای بقا هست، از قبل هم تلاوت انجام می گرفت، از قبل هم خواندن قرآن بود، ادامه بدهید. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کن اون چی که وحی میشه به سوی تو ای رسول مکرم از کتاب خدا. و اقم الصلاة، امر مصلح است، نماز را برپا بدارید. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بدون شک نماز باز می‌دارد از فحشا و منکر، یا نهی می‌کند از فحشا و منکر. ببینید سؤالی که همیشه مطرح است اینه که نماز چطور باز می‌دارد؟ خیلی از افراد را می‌بینیم که نماز می‌خوانند، گناه می‌کنند، با وجودی که نماز می‌خوانند کار
حرام و خلاف شرع انجام میدهند. توجیهاتی بعضی ها ذکر میکنند، چون که نمازشان با حضور قلب نیست، چون که نماز دارای فلان اشکال است، ولی بهترین توجیه علمی اینه که بنده ترجمه کردم، تنها نهی میکند، بازداشتن چیزی دیگه هست، نهی کردن چیزی دیگه هست. مثلا پیغمبر ما را نهی میکنند، میگه نکنید این کارا را، خب ما انجام میدیم، خود ما هستیم انجام میدیم. پس نماز خودش با توجه به اینکه نماز دعا و نیایش و مناجات با الله عز و جل هست، انسان را نهی میکند، جلوی انسان را میگیرد، جلوگیری میکند. یعنی در واقع پیام نماز این است، وقتی که تو در مقابل الله دست میبندی، الله را سجده میکنی، اونجا تواضع میکنی، دیگه گناه نکن. پس نماز ما را نهی میکند، یکی هست نهی، یکی هست انتها. نهی یعنی بازداشتن، انتها یعنی باز آمدن. او ما را نهی میکند ولی ما باز نمی آییم. پس ان الصلاه تنها عن الفحشاء، معنیش اینه که نماز باز میدارد، یعنی جلوگیری میکند، نهی میکند. پیام نماز این هست، سخن نماز این هست که نباید انسانی که خدا را پرستش میکند، چون پرستش و عبادت خدا معنیش اینه که خدای هر چی تو بگی. پس نماز در واقع به زبان بی زبانی میگه که شما گناه نکنید، ولی خب انسان میکند. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، از فحشاء و منکر. فحشاء هم به گناه اطلاق میشه، منکر هم به گناه، ولی بیشتر فحشاء به گناهی که موضوعیتش موضوع اخلاقی باشد، و منکر عام است مطلق. ولذکر الله اکبر، ذکر الله اکبر است از هر چیز. بعضی گفتم ولذکر الله اکبر، منظور از ذکر الله نماز است، چون نماز واقعا ذکر است، در حدیث هم آمده نماز ذکر است. نماز قرائت هست، تسبیح هست، تحمید هست، همش ذکر از اول تا آخر. یعنی این نماز بزرگترین کار هست، بزرگترین عمل است. و بعضی گفتم نه، مراد از ذکر عام هست، نماز نیست. نماز هم بیاد خدا بودن هست و ذکر الله هم بیاد خدا بودن هست. نماز در اوقات خاص بیاد خدا بودن، اما مهمتر اینه که همیشه انسان بیاد خدا باشد. اصلش این ذکر الله واقعا از فحشا و منکر انسان را نهی میکند. یعنی ذکر الله معنیش اینه که همیشه بیاد خدا باش. وقتی که بیاد خدا باشی دیگه معصیت نباید بکنی. ولا ذکر الله اکبر معنیش اینه. والله يعلم ما تصنعون، این ترهیب از خدا میدانه شما چی میکنید، عمل کرد شما را الله تعالی خبر دارد. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، دعوت قرآن دعوت با حکمت بود، اما اهل کتاب که خودشون را اهل علم میدانستند، اونها ذوق و علاقه مناظره و مباحثه و جدل داشتند. روش قرآن روش خیرخواهی است، لذا الله می فرماید جدل نکنید. ولا تجادلوا اهل الكتاب، بحث نکنید، مناظره نکنید با اهل کتاب. بنده قبلا هم خدمت شما عرض کردم که از تمام قرآن معلوم میشه که الله عز و جل روش دعوتی را میپسندد و توصیه میکند که در آن خیرخواهی مد نظر باشد، نصح مد نظر باشد. یعنی کسی را که شما تبلیغ میکنید، استدلال و منطق میارید، هدفتون چی باشد؟ خیرخواهی باشد. نباید روش زننده باشد، روش مناظرانه باشد، روشی باشد که طرف ضد کند، به جای قبول کردن بیشتر بر عناد بیاید. لذا اینجا هم همونه،
الله می فرما ولا تجادلوا اهل الكتاب، بل چون کسی که وقتی بخواد مناظره بکنه این دیگه اسلامی شو نیست، اون فقط میخواد که خودش را غالب کند ولو اینکه بدوند که من بر باطلم. ولا تجادلوا اهل الكتاب، با اهل کتاب جدل نکنید، الا بالتی هی احسن، مگر به اون خصلتی که اون زیبا باشد، یعنی دلائل را از روی حکمت و موعظه حسنه برایش بیان کنید، دیگه جر و بحث نکنید. الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم الا الذين ظلموا منهم، لكن منقطع است، اما کسانی که ظلم کردند از آنان، ببخشید این متصل است، جدال نکنی با اهل کتاب الا الذين ظلموا منهم، مگر اونایی که از اونها اهل شرک کرد، ظلم معنی شرک هر جا ما میخوانیم، به اونها بگوید، این بیان احسن هم اینجا آمده، و قولوا آمنا، بنویسه بیان احسن، به اونها این گونه بگوید، و قولوا آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم، ما ایمان داریم به آن کتابی که نازل شده به سوی ما و آن کتابی که نازل شده به شما، به سوی شما، یعنی ما مقدسات شما را مقدس میدانیم، کتاب شما را کتاب خدا میدانیم. این چی هست؟ همون روش احسن، مشترکات را اول چی کنید؟ عنوان کنید، یعنی ببینید مشترکات را وقتی که شما عنوان میکنید، پس کلام شما زننده نیست، شما اول تقریب ایجاد میکنید بین خودتون و اونها، تقریب ایجاد میکنید. ما منکر نیستیم، ما کتاب خدا را، قرآن را هم قبول داریم، کتاب خدا تورات به او هم ایمان داریم که از جانب خداست، ما پیامبر خدا محمد صلی الله علیه وسلم را هم قبول داریم، پیامبر خدا موسی را هم قبول داریم، عیسی را هم قبول داریم، انجیل را هم قبول داریم، مسلمات و اون مواردی که مشترکات هستن ذکر کنید، و همچنین و الهنا و الهکم واحد، معبود ما معبود شما یکی هست، و نحن له مسلمون، ما تسلیم او هستیم اعتقادا و عملا، بنویسید اعتقادا و عملا، کاملا در مقابل او چی هستیم؟ ما تسلیم. و كذلك انزلنا الیک الكتاب، اینجا ترغیب الی الكتاب است، چون بحث بحث قرآن آمد، نه کتاب منظور قرآن است، و كذلك ان کاف لبیان الکمال است، یعنی از کمال ماست که ما نازل کردیم به سوی تو ای محمد صلی الله علیه وسلم قرآن را. اما دلیل نقلی از بعضی از علمای اهل کتاب، عرض کردم هر جا بحث کتاب میشه الله عزوجل شاکر و علیم است، قدردان است، علمای اهل کتابی که ایمان آوردن خدا ذکر خیرشون را میکند، عبدالله ابن سلام، اعوانش، انصارش، تلامیزش، مریدانش، جمع بزرگی بودن، لذا اینجا هم اشاره به آنان است. الله می فرماید فالذین آتیناهم الكتاب یؤمنون به، آنانی که ما به آنان کتاب دادیم، یعنی فهم نافع کتاب را بهشون عطا کردیم، یؤمنون به، آنها به این قرآن ایمان می آورند، و من ها اولائی من یؤمن به، از اینها یعنی اهل مکه، از این اهل مکه هم کسانی هستند که یؤمنو بهی، تمام مهاجرین اهل مکه بودند، اما منکرین اهل عناد کیند، و ما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، آیات ما را انکار نمی کنند مگر کافران، در حالی که دلائل مبرهن بر اینکه اینها آیات ما هستند هم وجود دارد، من جمله دلائلشان این دلیل آیه بعدی هست. ببینید رسول الله صلی الله علیه وسلم خودشون تاریخ گذشتهشون یک دلیل محکم هست بر اینکه پیامبر خدا و رسول خدا بود. چگونه؟ الله تعالی درباره گذشته پیغمبر می فرماید که قبل از قرآن، قبل از نزول کتاب هیچ کتابی را نخوانده بود،
و با دستش یک کلمه کتابت نکرده بود، ننوشته بود، یعنی به مکتب نرفته، سواد نیاموخته. نگار من به مکتب نرفت و خط ننوشت، به مکتب نرفته بود، خط ننوشته بود، سوادی نداشت، اما ناگهان چنین کتابی را که مملو از حکمت است، پر از موعظه است، تمام اقوام گذشته را به ریز بیان می کند، درباره تمام احوال آینده پیشگویی می کند. این کتاب را که هیچ کتابی مثل این نبوده و نخواهد بود، این کتاب را یک پیغمبر امی آوردن و ارائه کردن، این دلیل هست که واقعا نبی حق است، من جانب الله است. و ما كنت تتلو من قبله من کتاب، تلاوت نمی کردی، نمی خواندی قبل از این هیچ کتابی را، ولا تخطه بیمینک، و با دستت خط نمی کشیده، ای لا تکتبو، نمی نوشتی با دستت، اذا لارتاب المبطلون، اگر می کردی در این هنگام شک می کردند اهل باطل، ولی جای شک برای اونها هم نگذاشتی. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکه اینها آیات بیناتی هستند که در دل کسانی که علم داده شدند، یعنی اهل علم اینها را در دل جا می دهند، اونها می دانند قدر این آیات را. و ما یجحد به آیاتنا الا الظالمون، نسبت به آیات ما انکار نمی کنند مگر ظالمان، ای مشرکین. و قالوا لولا، زجر توبیخ است، سرزنش است بر خواسته مشرکان. قبلا خواندیم یکی از خواسته های مشرکان این بود که خب اگر پیغمبر به حق خدا هستی، معجزه ای که ما میگیم بیار، آیه و نشانه ای که ما میگیم بیار. ما قبلا در رابطه با معجزات خیلی بحث کردیم، یکی از محل استدلال و استشهاد این آیه هست، چون که متاسفانه اهل شرک و اهل خرافه که گاهی استنباط میکنند، استدلال میکنند بر اینکه انبیاء خدا قدرتی دارند، تصرفی دارند، میتونن به مشکل ما رسیدگی بکنند، اینها از معجزات پیامبران استنباط میکنند. مثلا معجزه میگه پیغمبر وقتی که توانست ماه را دو نصف بکند، پیغمبر نمیتونه به من یک فرزند بده، نمیتونه بازار من را رونق بده، نمیتونه فلان مشکل من را حل کنه. از اون حدیث معجزه و آیه معجزه استنباط میکند. وقتی که پیغمبر معجزه میکند و دو درخت را با هم نزدیک میکند با اشاره که درخت زمین را پاره میکند و میاد دو تا کنار هم قرار میگیره، میگه پیغمبر معلوم میشه که مالک زمین و زمان بود، ارض و سما بود، همه کاره بود، همه چیز در اختیار او بود، در حالی که الله میفرماید معجزه به دست پیغمبر ظاهر میشه اما اختیارش به دست پیغمبر نیست. یکی از اعتراضات مشرکین این بود که ما از تو میخواهیم که معجزه‌ای که ما میگیم بیار، اونا هم چیز کلانی نخواستند. او یکون لک بیت من زخرف او تلقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. باغ خوبی داشته باش، برای خود یک شبه درست کن، کاخ خوبی داشته باش، یا اینکه به آسمان برو ما ببینیم که داری پرواز میکنی، از آسمان برای ما نامه خصوصی بیار. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. این نوع معجزات را اونها میخواستن و امثال اینها را که هشتا را شما در سوره فرقان خواندید از خواستهایشون. لذا الله تعالی در جواب میگوید که شما به اینها بگو معجزه به دست الله است، به دست من نیست، معجزه به دست پیغمبر ظاهر میشه، اختیارش کلید شاکلید به دست الله است. عیسی علیه الصلاه و السلام هم میگه و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتى باذن الله،
هر کاری من میکنم به اذن الله میکنم، تا زمانی که الله نخواد من کاری نمیتونم انجام بدم. اینجا هم از پیغمبر میخوان معجزه. وقالوا لولا انزل عليه آیات من ربه، آیات یعنی آیات مقترحه، آیات مطلوبه، اون آیه ای که ما میخوایم چرا نازل نمیشه؟ و الا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هزاران معجزه داشت. وقالوا لولا انزل عليه آیات من ربه، میگوین چرا بر او نازل نمیشه آیاتی از جانب رب، یعنی آیاتی که ما میخوایم. قل انما الآیات عند الله، جواب بده، پاسخ بده، جزئی نیست که آیات نزد الله است، یعنی فقط اختیار اونها با الله است، معجزات در دست الله است. پس شما چه کارید؟ و انما انا نذیر مبین، فریضه الرسول، من نذیر آشکاری هستم، من فقط شما را میترسانم از عذاب خدا. اولم یکفهم انا انزلنا علیک الكتاب یتلا علیهم، برای تایید رسالت شما، برای اینکه واقعا پیامبر به حق هستید، به قدر کافی ما آیات فرستادیم. همین قرآن آیه اندکی هست، هرچه تحدی می شوند، هرچه به مبارزه طلبیده می شوند، اینا نمیتونن مثل این قرآن بیاورند. پس این خودش یک آیه هست. اولم یکفهم انا انزلنا علیک الكتاب یتلا علیهم، آیا کافی نیست آنان را که ما بر آنان کتاب تلاوت می کنیم، نازل کردیم بر تو کتاب را که تلاوت می شه بر آنان. ان فی ذلک لرحمه و ذکر لقوم یؤمنون، اما چه کسی از این قرآن استفاده می کند؟ مستفیدین. ان فی ذلک لرحمه، همانا در این قرآن، در این کتاب رحمت است، کسی به این عمل کند رحمت خدا بر او سرازیر میشه. و ذکر لقوم یؤمنون، و پند است، اندرز است، اما برای مؤمن، برای قومی که ایمان بیاورند. بله، خب، قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا، دلیل دوم رساله، الله کافی، الله گواه است. الله در این آیه، در این کلامش بار بار اعلام میکند که من او را فرستادم. قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا، بگو الله کافی است بین من و بین شما از نظر گواه، چون اللهی که همه چیز را میداند، علمش از علم همه بیشتر است، حتی علم مغیبات را میداند. یعلم ما فی السماوات والارض، میداند تمام آن اتفاقاتی که در آسمان و زمین میفته. والذین آمنوا بالباطل، اما کسانی که ایمان به باطل و به شرک آوردند و کفروا بالله، بالباطل چی است؟ تفسیر جلالین گفته ما یعبد من دون الله، باطل خدایان دروغین، اونایی که به خدایان دروغین ایمان دارن، به ما یعبد من دون الله ایمان دارن و به خدا کفر کردن، اولئک هم الخاسرون، این نتیجه اینادشان هست، اینها زیانکارن، اینها خاسر هستن، و اینها اینقدر الله عز و جل گمراهشون کرده که عذاب میخواهند، میگن زودتر. و یستعجلونک بالعذاب، همین انسان هایی که عقل و خرد را از دست دادند، تعجیل دارن برای عذاب، عذاب بیاد. میگفت متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، وعده عذاب کی میاد؟ الله اینجا دلیل تأخیر عذاب را بیان میفرماید. چرا عذاب دیر میاد؟ چون الله تعیین کرده. الله عز و جل مثل ما انسان ها عجول نیست، برای هر چیز وقتی معین کرده. ولولا اجل مسمن لجاءهم العذاب، اگر اجل معین نبود، اجل معین چی هست؟ موت یا عذاب، چون موت هم برای کافران عذابی هست، آغاز عذابشون هست. لجاءهم العذاب، عذاب فوری می آمد، ولی الله عز و جل به زبان و به دهان هر کس که بگه چرا عذاب نمیاد، فورا عذاب نمیده. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، الله می فرماید حتما می آید اون عذاب پیشانان ناگهان، ناگهان می آید. بعضی گفتم مراد از عذاب عذاب دنیا است، بعضی گفتم مراد از عذاب عذاب آخرت است. چنانچه علامه نصفی در تفسیر مدارک نوشته،
هو يوم القيامة أو يوم بدر مدارك ان روز روز قيامت است يا روز بدر است وهم لا يشعرون انها نميدان يستعجلونك بالعذاب باز هم زجر و تخويف اخروی از شما عذاب میخواند عجله دارم برای عذاب آمدن در حالی که همون عذاب جهنم کافیه و ان جهنم لمحیطه بالكافر جهنم احاطه کننده کافران است همه کافران همه منکران را جهنم در بر میگیرد هر چی جمعیتشون زیاد باشه شاید کسی بگه این همه کافر جان میشند لمحیطه بالكافرین اما شمی از جهنم یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم روزی که عذاب آنها را تحت پوشش قرار میده از بالای سرشان از زیر پایشان لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش الله می فرماید که رخت خوابشون هم از آتش بالا لحاف و پتویی که بر اونها می افته هم از آتش یعنی از هر طرف در احاطه آتش هستن و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون الله به آنها می گوید یقول ای یقول الله تعالی ذوقوا بچشید ما کنتم تعملون اونچه که شما عمل می کردید در دنیا نتیجه عملتان را امروز اینجا بچشید به شکل عذاب یا عبادی بعد از اینکه الله تعالی گوشه ای از عذاب را بیان کرد اکنون بندگان خودش را خطاب میکنه اینجا در رابطه با هجرت هست اگر در یک سرزمینی برای شما عبادت خدا میسر نیست راحت نیستید بروید جای دیگه خدا را عبادت کنید جایی که راحت بتونید جایی که کسی مزاحمت نکند این دستور هجرت است و هجرت تا قیامت است هجرت و جهاد تا قیامت است مخصوص زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبود اما قبلا عرض کردم جای تأسف است که امروز مسلمانان به دنبال اینکه یه جای راحت تر بتونند عبادت بکنند یه جای دین و دیانت بیشتر باشد به دنبال این نیستند به دنبال رفاه هستند به دنبال راحت هستند به جای میرم از نظر زندگی و امکانات فول باشد ولو اینکه اصلا دینی اونجا نباشد حیات دینی نباشد نمازی نباشد عبادتی نباشد اذانی در سال نباشد فرزندانشون نام الله را نشنوند برای این پروا ندارند امکان داره که این نسل در آینده مسیر خودش را اصلا گم کند میگه من میرم در شهرهای مرفه زندگی میکن من میرم اروپا زندگی میکن اونجا خیلی راحته دنبال ترفه هستند ادهی دین را از دست میدن این ضد هجرت است این عکس هجرت است و هجرت اونه که وطن آباد خودت را ترک کن برو جایی که الله عبادت میشه و اونجا هیچ مزاحمتی برای دین و عبادتت نیست و اینجا یکی از شرافت ها که الله بیان کرده شرفی هست برای ما بندگان ما را نسبت داده یا عبادی ای بندگان من چه کلمه زیبایی هست چه کلمه ای که همراه با مهربانی و لطف الله هست یا عبادی الذين آمنوا ای بندگان من اون بندگانی که آمنوا ایمان آوردند ان ارضی واسعه ای بندگانی که شما ایمان آوردید همانا سرزمین من وسیع است زمین من وسیع است هر جا میتونید برید مرا عبادت کنید فایا فعبدون ای وحدون فقط و فقط مرا عبادت کنید توحید فی العبادت یه جایی هست که برای عبادتتون مزاحمت است مردم شما را به سوی شرک فرا میخوانند برید جایی که توحید باشد کل نفس ذائقه الموت این در واقع دلیل هجرت است ببینید شما شاید به ذهنتون برسه که من اگر هجرت بکنم باید از برادر جدا بشم از پدر جدا بشم از عزیزان و خویشاوندان جدا بشم لذا هجرت نمی کنم
الله می فرماید اگر هجرت نمی کنی جدا از جدایی می ترسی، فردا که بمیری چی کار می کنی؟ با موت که جدا میشی، با موت برای همیشه جدا میشی. الله یاداوری میکنه موت را، مناسبت را متوجه شدید؟ یاداوری میکنه موت را که اگر شما از جدایی بیم داری پس اون جدایی را هم بیاندیش. اگر با هجرت جدا نمیشی فردا با مرگ جدا میشی. پس کل نفس ذائقة الموت، اگر این جمله را بنویسید مناسبت آیه، ربط آیه مشخص میشه. اگر مفارقت از احباب مشکل است، اگر جدایی از احباب مشکل است، کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی چشنده مرگ است. ثم الینا ترجعون، سپس به سوی ما برگردانده میشوید. اونجا که به سوی الله حضوری باشد، اونجا الله تعالی عمل کرده ها را نگاه میکند. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آنانی که ایمان آوردن و آنانی که عمل صالح انجام دادن، لنبوئنهم من الجنة غرفا، حتما حتما آنها را ما جای میدیم از جنت غرفا، در کاخای در قصرهایی که تجری من تحتها الانهار، جاری از زیر آن کاخا و درختانش نهرها، خالدین فیها، همیشه در آن بهشت هستن. لا موتا ولا انتقال منها، منش اینه مرگی اونجا نیست، انتقالی از اونجا نیست به جای دیگه. نعم اجر العاملین، بسیار زیباست پاداش عمل کنندگان. اجر العاملین، پاداش عمل کنندگان، اونهایی که عمل میکنند. عاملین کیا هستند؟ الذين صبروا، آنانی هستند که صبروا، صبر میکنند. قبلا عرض کردم صبر یعنی چه؟ صبر بر مصائب، اینم یک نوع صبری است، مصائبی که در راه الله می آید. و یکی از موارد صبر، صبر بر طاعت، یعنی استقامت کردن بر عبادت، نه تنها در ماه رمضان، نه تنها در محرم و ماهای خاص. صبروا، صبر میکنند یعنی استقامت میکنند. و سومین صبر چی بود؟ صبر بر ترک معصیت، گناه را ترک کردن. همه این صبرها معتبر است برای ورود به بهشت. مصائب میاد هم صبر کن، بر طاعت و عبادت هم استقامت کن، بر ترک گناه هم صبر کن. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، صبر میکنند مصائب کی میآید، و على ربهم، بر ربشان توکل میکنند، از مصائب نمی هراسند، با مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. خب سبحان الله، الله تعالی همه شبهات و سوالات و اشکالات ما را جواب می دهد. و که ای من دابت لا تحمل رزقها، از این آیه هم شما فکر می کنید که این آیه هم بی مناسبت است، نه، این آیه هم ربط دارد با گذشته. الله می فرماید هر چارپایی رزق خودش را حمل نمی کند، اما خدا بهش رزق می ده. این هم در واقع جواب شبهی هست. من که هجرت بکنم برم از کجا بخورم؟ مغازه میمانه، زمین کشاورزی میمانه، کاروبار میمانه. الله میفرمه این حیوانات، اینها هیچ یکی بر پشت خودشون باربند ندارن که اونجا آذوقهشون بسته باشد. لا تحمل رزقها، اینها رزقشون را حمل نمی کنند، ولی به هر یکی خدا رزق میده، هر جا رزق میده. گاهی انسان میخواند این مجلات را، دانستنی ها را درباره حیوانات، حیران میشه که بعضی از این حیوانات چقدر پرخور هستند. الله همون قد بهشون میده. بعضی هم مثلا روز 100 کیلو، 70 کیلو، 50 کیلو باید گوشت بخورند. الله عزوجل شکارشون را برایشون مهیا میکند. بعضی ماهی ها هستند میگن روز 200 کیلو باید ماهی بخورند. یک ماهی 200 کیلو ماهی، ما یک کیلو گیرمون نمیاد، اون 200 کیلو خدا اونجا بهش میده. لذا الله میفرماید اینها را که خدا میده، شمایی که به خاطر خدا و دین خدا هجرت بکنی شما را نمیده. تفسیر مدارک بر این نوشته لما امر رسول الله صلی الله علیه وسلم من اسلم من مکه بالهجره
وقتی که رسول الله دستور داد مسلمانانی که اسلام آورده بودن از مکه هجرت و خاف الفقر و الضیعه، اونا ترسیدن از فقر و از ضایع شدن، فنزلت این آیه نازل شد. و کأی من دابت لا تحمل رزقها، چقدر از دابه ها هستن، از چارپایان یا از موجودات زنده که لا تحمل رزقها، اینها رزقشون را با خود حمل نمی کنند. الله یرزقها و ایاکم، الله هم آنها را رزق میده، هم شما را رزق میده. و هو السمیع العلیم، الله سمیع هست، اقوال شما را میشنود. العلیم، از احوال شما با خبر دارد، نیاز شما را میداند. دغدغه داشته نباش، رب به فکرت هست. و هو السمیع العلیم معناش اینه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، الله همه چیز میده، چون الله مدبره، الله متصرفه، همه عالم در اختیار الله هست، همه اکوان در اختیار الله هستند، کون عالم کون. لذا این دلائل توحید عقلی که انسان را مطمئن میکند که پشت سر من چنان خالقی هست که همه چیز به دست الله هست. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، اگر از آنان سوال کنی چه کسی چه ذاتی آفریده آسمان ها را، بنویسی التی منها الامطار، چون بحث رزق است نه، چیزهایی در قدرت بیان میکنه که با رزق ارتباط دارد. التی منها الامطار، اون آسمان هایی که از اونجا باران میاد. والارض، و چه ذاتی هست که زمین را آفریده خلق کرده. التی منها النباتات، اون زمینی که تمام نباتات، حبوبات، درختان، علف ها از اون می روید. و سخر الشمس والقمر، و کدوم ذات هست که خورشید و ماه را مسخر کرد. خورشید، التی منها النضاج، خورشید هست که تابش خورشید سبب چی میشه؟ پختگی میوه میشه، رسیدن میوه میشه و رسیدن حبوبات میشه. والقمر الذي منه الانماء، ماه که سبب رشد میشه، تابش خورشید سبب پختگی و رسیدن میشه، سبب و تابش ماه که ما از اینها غافلیم، متوجه نیستیم، این سبب رشد چی میشه؟ گیاهان و علفزارها و درختها میشه. اگر بپرسی کی هست این همه قدرت به دست او، لیقولن الله، حتما میگویند الله هست. فانا یؤفکون، به کدام سمت سوینها برگردانده میشه من توحید العباده. لذا نتیجه میگیریم که رزق به دست ما نیست، با تدبیر ما نمیشه، به دست الله است. الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له، الله است که فراخ می کند رزق را برای کسی که بخواهد از بندگانش. و یقدر له، و تنگ می کند برای آن. ان الله بكل شيء علیم، علت همانا الله به هر چیز داناست. باز هم دلیل توحید اعترافی، اونا خودشون هم اعتراف دارن. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، اگر از آنان بپرسی که کدام ذات است که از آسمان آب می فرستد، نازل می کند. فأحیا به الارض من بعد موتها، زنده می کند به وسیله اون آب زمین را بعد از مردنش. لیقولن الله، حتما حتما آنها میگوین الله، چون غیر از الله کسی نیست. این آبی که سبب رزق میشه، سبب حیات میشه، سبب خورد و خوراک میشه. قل الحمد لله، این نتیجه تمام دلائل گذشته است. پس ثابت شد حمد و سپاس مر الله را است. تمام اون تعریفات و ستایشها، بالخصوص اونهایی که یلیق بالالوهیت، لایق الوهیت هستند، مثل عالم الغیب بودن، نافع و زار بودن، مشکل کشا، حاجت روا بودن، این صفات اختصاص به الله دارند. بل اکثرهم لا یعقلون، بلکه اکثر اینها، اونچه که باعث تأسف است، اکثر این انسان ها درک ندارند، نمی فهمند. و ما هذه الحیات الدنیا، بنویسی علتی لا یعقلون، تاکه ربط آیه هم مشخص بشه. چرا نمی دانند انسان ها؟ چون گرفتار دنیا هستند، حب دنیا، شهوات دنیا،
اینها اونها را کر و کور کرده، حقائق را نمیدانند. لذا الله تعالی در این بیان تحقیر و تقلیل دنیا را میفرماید. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، نیست زندگی دنیا مگر لهو لعبی هست، لهو لعبی هست. و ان الدار الاخره لهي الحيوان، دار اخرت و جهان اخرت او هست حیوان، حیوان یعنی حیات اصلی، زندگی اصلی، زندگی واقعی و اصلی اون هست. گاهی دیدید بچه های کوچک برای خودشون یک دنیایی دارند، وقتی با هم بازی میکنند از دور مشاهده بکنید، گوش کنید، اونها در دنیای خودشون یک خونه برای خودشون درست کردند، یک ماشینی داره، یکی ترکتوری داره، یکی کشاورزی داره، اسباب بازی ها را که درست کرده هم بر همین منوال درست کردند. برای دختر بچه ها دیگ و پادیگ و اجاق و اینها درست کردند، شما همیشه برایشون میخرید. اونا وقتی با هم که بازی میکنند، یک گروهی مهمان هستند، یک گروهی میزبان هستند، دیگر رو اجاق میگذارند، روی سماور میگذارند، چای درست میکنند. این له و لعب هست. در واقع وقتی که زندگی آخرت را نگاه میکنیم، اون چی که ما درست میکنیم، ساختمان و برج سازی میکنیم، خوشیم، دل بستیم با هم دیگه، این هم نمونه از اون هست نسبت به حیات آخرت. اینجا این حرف را درک نمیکنیم، متوجه نمیشیم، اونجا که بریم میدونیم، به خودمون میخندیم. لذا الله میفرماید زندگی اصلی، حیات جاودانه، حیات آخرت هست. لو کانو یعلمون، کاش میدانستن مردم. باید بدانیم وقتی که قرآن به ما میگه، کاش میدانستند و از الله عز و جل حرف شنوی می داشتند، شرک نمی کردند. چون یکی از دلائل اینکه مشرکین پروا نداشتند برای شرک خودشون، عدم اعتقاد به آخرت. اونا ایمان به آخرت نداشتند، هم مغمشون همین دنیا بود، اول و آخر همین دنیا بود. می گفت اذا کنا عظاما نخره قالوا تلک اذا کره خاسره، ما که تبدیل به استخوان بشیم دوباره زنده میشیم، که اینکه ناکامی هست، قبول نداشتند. لذا الله تعالی میفرماید که اینها که قبول ندارند شرک میکنند، ولی در همین شرک خودشون هم ثبات ندارند. وقتی که به مصیبت عظیمی گرفتار میشند، اینها فقط خدا را فریاد میزنند. فاذا ركبوا في الفلك، هرگاه سوار کشتی می شوند، دعو الله مخلصین له الدین، می خوانند الله را در حالی که خالص برای او ندا، ندایشون فقط برای خداست. اونجا میگن تو دریا، تو این امور عظام، خدایان ما، معبودان ما نمیتونن کاری بکنن، کاری اونها کارهای کوچک کوچک است. در همون زندگی عادی میتونن مثلا در تجارت ما یک رونقی بدن، برکتی در زندگی بدن، در مال ما، در اولاد ما، فوقش به کسی بچه‌ای بدن، درد سری را دور کنن، درد شکمی را دور کنن. در این حد این موجهای سهمگین را، این طوفانهای خطرناک را کار اونها نیست. اینجا فقط خدا را صدا بزنید، همین سبب ایمان اکرمش. نه، دعو الله مخلصین له الدین. اما خدمت شما عرض کردم که متاسفانه اهل شرک و اهل خرافات ما از این هم پارا فراتر گذاشتن، در سخت‌ترین شرایط هم غیر الله را استمداد میکنن. به گرداب بلا افتاد و کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. در این بلاها میگن که معین الدین چشتی ما را مدد میکنه. وقتی که در گرداب بلا بیفتیم، در حالی که اونها را الله میفرماید در اونها وقتی که به گرداب بلا میافتادن، دعو الله مخلصین له الدین. چرا ما اینقدر فاصله داریم؟ این همه جهل است، نادانی است، دوری از قرآن است. الله میفرماید فلما نجاهم الى البر، وقتی که الله نجاتشون میداد به خشکی، اذا هم یشرکون، فورا شرک میکردن. لیکفروا بما آتیناهم، لام عاقبت است، عاقبت این میشه
که اینها ناسپاسی میکنند، کفر میکنند به ما آتینام، به اون چی که ما دادیم آنها را. ولی تمتعو، یعنی بهره بگیرند، باید بهره بگیرند، چند روز استفاده کنند، در دنیا زندگی بکنند، عیش بکنند. اما فسوف یعلمون، ان قریب اینها میدانند، ان قریب میدانند که چرا، چون میدانند که با خدا چه شرکی میکردند، چه جنایت بزرگی مرتکب میشدند. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، الله عز و جل یکی دیگر از لطف و منتها را بر اونها بیان می فرماید. آیا اینها مگر نمی بینند که انا جعلنا حرما آمنا، ما قرار دادیم حرم امنی، این حرم را حرم امنی، که اینها در چنین حرم امنی زندگی می کنند. و یتخطف الناس من حولهم، مردم ربوده می شوند از اطراف حرم، یعنی خارج حرم. اما در داخل حرم بعد از جریان ابرهه و جریان لشکر فیل دیگه کسی جرأت نمی کند به حرم چپ نگاه بکند. حتی اهل حرم، مردم دنیا می ترسیدند، می گفتند که با اینها کار داشته نباشید، که اینها هر کسی که به طرف اینها تعرض بکند تارمار میشه. حتی اهل حرم وقتی که می رفتند برای تجارت، هم دزدها و رهزنها وقتی می دانستند این کاروان اهل مکه است، باشون کار نداشتند. الله می فرمه این نعمت کمی است من به شما دادم امنیت. و یتخطف الناس من حولهم، مردم از اطراف حرم، خارج از حرم، در جای دیگه ربوده می شوند، چپاول می شوند، غارت می شوند، هر کس بر اونها حمله می کند، دشمن تعرض می کند، آسایش ندارند. شما همه چیز آسایش دارید، باز هم ناسپاس خدا هستید، به باطل ایمان می آورید، به غیر الله را پرستش می کنید. افا بالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرون، آیا به باطل ایمان می آورند و به نعمت الله کفر می کنند؟ اون چی که الله بهشون داده، بالاترین نعمت الله توحید است. و من اظلم ممن افترى على الله كذبا، باز هم زجر و سرزنش همراه با تخویف دنیوی. چه کسی ظالم تر از اون انسانی که افترا بگوید بر الله، دروغ، او کذب بالحق لما جاءه، یا حق را تکذیب کند لما جاءه، زمانی که این حق پیشش آمده. کذب بالحق یعنی بالرسول او بالقرآن، تفسیر حق یا رسول است یا قرآن یا هر دو. ابو سعود نوشته الیس فی جهنم مثوا للکافرین، آیا در جهنم جایگاه کافرین نیست؟ چرا؟ حتما هست، جایگاهشون در جهنم، سزاوارشون جهنم است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اما الله عزوجل در اینجا کسانی که در مقابل این کافرین جهاد می کنند یا مجاهده، سختی ها را تحمل می کنند یا می جنگند و جهاد می کنند، الله می فرماید که لنهدینهم سبلنا، ما اگر این را به معنی جهاد بکنیم هم درسته، جاهدو، اما با توجه به این که از باب مفاعله هست به معنی مجاهده. بعضی ها، یکی عزیز نوشته بود که تحریف نیست، شما آیات جهاد را به معنی مجاهده میکنید، تحریف نیست، همه مفسران کردن جاهدو، مادهش کسی که عربی بلد باشه مجاهده هست. ثانیا این سوره سوره مکی هست، در مکه جهاد نازل نشده بود، آیات جهاد در سوره های مدنی هستند. الله عز و جل هم مجاهده را، ابتدا مجاهده بعدا جهاد، هر دو را الله تعالی مشروع فرموده. اینجا مجاهده هست، گرچه بعضی از مفسرین گفتند که جاهدو به معنی قاتلو هم گفتند، ولی سوره مکی هست و به معنی مجاهده هم از باب مجاهده هم هست. کسانی که جاهدو فینا، ای فی شأننا، در رابطه با ما با سختی ها با مجاهده مواجه میشن، یعنی اذیت و آزار میشن، سختی ها بر اونها میاد، شدائد را تحمل میکنند، این انسان ها، این مخلصین، لنهدینهم سبلنا،
حتما ما راهایمون را بهشون نشان میدیم، راهای هدایت را، مسیرهایی که به الله منتهی میشه، یعنی راه را برایشون هموار میکنیم. گاهی شماها در شما اهل علم، شما دعوتگران در مناطق خودتون خدمت میکنید، فعالیت میکنید، با بنبست ها مواجه میشید، با مشکلات مواجه میشید. این آیه مشکلات شما را حل میکنه. بعضی دوستان میگن خب نسبت به مناطق خودشون میگن شرایط چنین سخته، ما نمیدونیم اونجا شرایط چی هست، ولی این آیه میگه که شما مجاهده بکنید، شما تحمل بکنید، استقامت بکنید، مسیر را ادامه بدید، الله تعالی بنبست ها را میشکند. لنهدینهم سبلنا، معنیش همینه، ما راه را نشان میدیم، تلسم ها را میشکنیم، بنبست ها را میشکنیم، راه را برای شما فراهم میکنیم که بتونید. و امکان نداره کسی استقامت کند آخر الله برش فرج نیاره در سختترین شرایط. لذا هیچ وقت مایوس نشید، هیچ وقت از تهدید و ارعاب نترسید، ادامه بدید. نیاز به تحمل شدائد بود، سنت انبیاس خواندیم از صبح تا حالا در سوره عنکبوت همین می خوانیم که همش مشکلات. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، در امتحانات گرفتار نمیشه، امتحانات هست. بهتر از ماها بودند که رسول الله فرمود اره شدند، بدنشون گوشتهاشون تکه تکه شد، اما از مسیر حق بر نگشتند. ما چرا اینقدر راحت طلب باشیم؟ فقط باید در جاهای نرم و گرم و عرض کنم که بدون هیچ نوع خطری با امنیت و آرامش باید کار بکنیم. اگر تهدیدی متوجه ما بود، اگر کسی را خوش نمی آمد، دیگه ما هم کارمون را ترک بکنیم؟ نه، الله تعالی از ما مجاهده می خواد، از ما ایثار خود گذشتگی می خواد. پیام این آیه همینه، کسانی که در راه ما مجاهده کنند، سختی ها تحمل کنند، لنهدینهم سبلنا، حتما ما راهای هدایت را برایشون هموار میکنه. هدایت به معنی چی؟ راهنمایی میکنیم اونها را، راهنمایی الله میکند، بنبست ها را الله میشکند، راه درست را الله تعالی فراهم میکند. و ان الله لمع المحسنین، علاوه از اینکه الله راه گشا هست، معیت الله هم با چنین مخلصین است، با چنین مخلصینی که فقط به خاطر الله تحمل میکنند. معیت الله از چه نظر؟ پایینش بنویسید قرب و رضا. الله عز و جل از نظر قرب، از نظر رضا، راضی بودن با این محسنین است. محسنین را دیگران نیکوکاران ترجمه میکنند، ولی عرض کردیم که ما به معنای مخلصین میگیم اونایی که محسن هستند. الاحسان و ان تعبد الله کانک تراه، اخلاص همینه، کارت فقط به خاطر خدا باشد. وقتی به خاطر خدا باشد، نه از حکومت میترسی، نه از سردار میترسی، نه از عرض کنم که جمعیت میترسی، فقط از خدا میترسی و در اون مسیر حرکت میکنی. الله عز و جل